درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. چهل و سه سال پیش فرقه تبهکاران حدود 8-9 ماه بود، 10 ماه بود کشور ما رو اشغال کرده بود. یعنی از 22 بهمن که کشور ما اشغال شد تا سال بعد 16 آذر، بعد از اینکه در طی اون 8 ماه 9 ماه 10 ماه قتل عام وحشیانه و وحشتناکی شد از میهن پرستان و هر کی که از دم دستشون گذشت، اینا از دم تیغ گذروندن تمام عمرای ارتش شاهنشاهی ایران، سرهنگا، افسرا، درجه دارا، سربازا، همافرا، پاسبونا، شهربانی، ژاندارمری، هوایی، دریایی، زمینی،
تکاور، کلاسب، ساواکی، سناتور، مأمور شهرداری، شهردار مملکت، نماینده مجلس شورای ملی، سفیر، وزیر، استاد، همینطوری داشتن میکشتن. جیمی کارتر، آن بادام فروش بیناموس حزب دموکرات امریکا، کثافت مذهبی، هم میگفتش که ما جمهوری اسلامی را به رسمیت میشناسیم، خیلی بجوری میشناسیمش به رسمیت. و نخست وزیر انگلیس جفتک مینداخت رئیس جمهور فرانسه، جفتک مینداخت هلموت شمید، بشکن میزد. انگار نه انگار که اینا دارن میکشن، هر از چنگایی هم واسه خالی نبودن عریضه، واسه چاخان پاخان دروغکی. تو اشپیگلی لوموندی چیزی می نوشتن که ماشین اعدام بدجوری می کند اعدام. همین بله دیگه، همین دیگه. اصلا قرار بوده ما فقط تو همین حد بمونیم، شعار ما می خواستیم بزنیم، درب داغونش بکنیم که حقوق بشر رو چه بو حقوق بشر رعایت نمی کنه، گل سرخی رو می کشه، کرامت رو دانشیان رو می کشه، اونو می کشه، اینو می کشه، وای کشتن، وای بردن. چه اعلی حضرت شما چند تا زندانی سیاسی دارید؟ آیا ساواک تخم مرغ میکنه اونجا؟ آیا سوسک زنا رو میذارن تو گونی درش میمندن تو گونی پر سوسک؟ ما انگار یارو کارمند ساواک انقدر بیکار بوده زن کمونیست رو بکنه تو گونی، از بالا در گونی رو ببنده و یه مشتم سوسک بریزه تو زنه، خب مثلا که چی؟ که آدما رو لو بده. ای بابا بله. و آقای پرویز ثابتی هم میاد میگه که از زمان رضا شاه و از قبلش اصلا تو ایران شکنجه بوده. دست درد نکنه آقای پرویز ثابتی، واقعا دست ننت درد نکنه با این عروس آوردنه. بگذاریم، حضور شما عرض کنم، میگن دیگه، میگه که هرچی میخوریم از دوست میخوریم. بله اینا تازه رفیقن. بعد تازه ایشون معترض ازش که چرا رضا احمدی مثلا ناراحته. خب بچه خوشحال شدی میخوای یه دست گلم بیارم در خون تقدیمت میکنم. بله به هر حال میگن دیگه هیچ کس به جز خدا آدم آدمو تخریب نمیکنه و دستش درد نکنه من و تو. بعضی موقع میکروفون رو میده به یه کسایی میگه آقا بفهمی میکروفون که مفت آقا، دور میرم که مفت آقا، محسن ادم که مفت آقا، تخریب کن آقا. خدا به هر حال روز 16 آذر 1358 ساعت 1 بعد از ظهر در یکی از خیابان‌های شهر نابود بشه پاریس، یکی از برجسته ترین افسران نیروی دریایی شاهنشاهی ایران، یک انسان شریف، میهن پرست، پاک دامن، نه پرونده دزدی نه پرونده اخلاقی، یکی از پاکترین افسران ارتش شاهنشاهی ایران در بخش دریایی، شهریار شفیق که فرزند والا حضرت شاختوخ اشرف پهلوی که به این مناسبت که جزو خاندان سلطنتی هست لقب والاگوهر هم داره و بنابراین ما ایشون رو والاگوهر شهریار شفیق خطاب میکنیم که طبیعی هم هست، جز این هم چیز دیگه نباید خطاب بکنیم. از منزل مادر، از منزل زنده یاد والا حضرت شاختوخ اشرف پهلوی، بانوی مقتدر زمان عصر طلایی، زمان پهلوی دوم، از منزل مادر که میاد بیرون هم تو پاشو تا میذاره تو خیابون، یه موتور سوار میرسه و تخ تخ، یکی از تو گردن، یکی هم تو سر، یعنی کاملا به قصد کشت. و نخستین قتل سیاسی خارج از کشور، به عبارتی نخستین ترور سیاسی با قتل زنده یاد افسر شجاع، میهن پرست و شریف نیروی دریایی شاهنشاهی ایران به این شکل رقم میخوره که از اون لحظه به بعد ترورهای خارج از کشور آغاز شد که یکی بعد از دیگری شروع کردن به قتل عام میهن پرستان. بیشک و تردید دستور مستقیم از سوی روح الله الموسوی الخمینی، آن بیمار روانی، بزرگ لواط کاران، بزرگ کثافت داران، لعنت الله علیه، لعنت بر روحش و بر روح پسرش و زنش و جد و آبادش، و با همکاری تیم ترور صادق گربه‌کش، معروف به صادق خلخالی، جنایتکارترین جنایتکار دوران روح الله خمینی، البته بعد از خمینی و اکبردوز و علی شیری، یکی از جنایتکارترین جنایتکارانی که استخوناشو باید از تو قبر بیرون کشید و بقیه ماجرا.
اینا هیچ کدومشون حق داشتن سنگ قبر در ایران ندارن، نه مصدقی های ایران برباده، نه شخص مصدق، و نه به مرده هاشون رحم نکنید، میخواییم بکنید برید بکنید، به خودتون رحم داره، وظیفه من گفتنه. نه خمینی، نه مصدق، نه گل سرخی، نه خلخالی و نه هیچ کس حق نداره در خاک پاک ایران خاک بشه. امیر بزرگ رو میبرن کربلا، به دستور آخونده خاک میکنن، میگن امیر وصیت کرده بوده منو کربلا خاک کنید. امیر بزرگ که در برابر آخوند ارتجا میایسته میگه منو کربلا خاک کنید. رئیس علی دلواری رو میبرن توی عراق خاک میکنن، بعد خمینی تو ایران خاک میشه، تو بمیری جون مامان جون دینا. به هر حال به تمام میهن پرستان واقعی، اولا که به پیشگاه اعلیحضرت سیروس رضا شاه، خدمت پیشگاه اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم پادشاه قانونی کشورمان، شاهنشاه ایران زمین و اولیاحضرت شهبانو فرع پهلوی، ملکه مشرق زمین، مادر ایران زمین و خاندان جلیل سلطنت، به همه میهن پرستان، به همه همقطاران بالاگاه شهریار شفیق، به همه نظامیان، به همه عاشقان ایران آریایی این روز رو تسلیت میگم و واقعا به شما بگم ما یکی از قهرمانان ملی تاریخ معاصر خودمون رو از دست دادیم. شهریار شفیق ایستاد، 22 بهمن همه رفته بودن، این ایشون ایستاد و با فشار همقطارانش که آقا برو میکشنه اومد و یه گروهی هم درست کرده بود اگر اشتباه نکنم به نام گروه ایران آزاد، که خیلی از سربازا، درجدارا، افسرا، حتی سرهنگا، کسانی که از نظر درجه نظامی از ایشون هم بالاتر بودن، اعلام آمادگی کرده بودن و ایشون خیلی هم محبوب بود در بین پرسنل نیروی دریایی شاهنشاهی و حتی نیرو هوایی و سایر ارگان‌های ارتش شاهنشاهی ایران، و بسیار افسر محبوبی بود، خیلی خاکی بود، خیلی که من مثلا پسر بالاحضرت اشرف پهلوی هم و مثلا جزو خاندان سلطنت هستم و چه و چه، نه مثل یک افسر، مثل یک سرباز تو پادگان همون خورد و خوراک رو میخورد، واقعا یک سرباز خیلی معمولی بود. این که بخواد یه برتری اضافه ای داشته باشه از این که من جزو خاندان سلطنت، اینو من نمیگم، ما اینو حتی دشمنانش میگن، نه اینکه من بگم، دشمنانش که بعدها جزو نیروهای مسلح رفتن با خمینی بیعت کردن و رفتن جزو ارتش اسلامی شدن، اینا حتی اونا هم میگن، میگن یه افسر برجسته بودی که مثلا من مادرم خواهر پادشاه مملکته، نه به این شکل نبود. یکی از افسرانی که در جریان عرض کنم بازپسگیری جزایر سگانه تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی انقدر رشادت از خودش به خرج داد که یک قسمتی که داشتن تیراندازی میکردن به سمت ارتش شاهنشاهی از پشت رفت به اتفاق یکی دیگر از افسران ارتش و موفق شدن که خلع سلاح کنن. اون کسانی که اونجا سنگر گرفتن از یه زاویه‌ای داشتن میزدن که حدود 10 تا از سربازا و درجدارا و افسرهای ارتش شاهنشاهی اونجا شهید شدن، قهرمانان ارتش شاهنشاهی برای بازپسگیری جزایری که مال خودمون بود. و افسر بسیار شجاعی بود، بسیار شریف، و هدفش هم بازپسگیری مملکت و برگرداندن خدایگان به ایران بود که این خبر وحشتناک رو به اعلیحضرت در زمانی که اعلیحضرت در خارج از کشور تشریف داشتن، که گویا اگر اشتباه نکنم ایشون در باهاماس بودن یا پاناما، نمیدونم، به هر حال در مصر و مراکش فکر نمی‌کنم اعلیحضرت تشریف داشتن، اون طرف رفته بودن، یعنی برده بودنشون، که خب ایشون ببینید چه ضربه هولناکی می‌خوره و مادرشون بالعزت شاخت و خشرا پهلوی که جلوی چشمانش دم در خونش فرزندشو به قتل می‌رسونه. و تو ایران هم که خلخالی رسما رفت توی اون طویله‌ای که میگفتن مجلس خبرگان و گفت آره ما زدیم و تیم من این کارو کرد، یعنی منتظر یه مدالم بود از طرف خمینی که گرفت، مدالم گرفت شد دیگه رسما حاکم شرع و میکشت، بعد طوری قتل عام کرد، به ویژه در کردستان که قتل عام کرد اکراد ایران رو بی‌شرف. و بیمار بود، گربه کش بود، از بچگی 8-9 سالش که بوده تو قم گربه میگرفته، جدی اینا اسناد و مدارکش تو ساواک قم توی شهربانی قم هست،
که گربه دار میزده، صادق گربه کش معروف بوده، دیوونه بوده، یادم روانی بود. یعنی تمام کسانی که بر ایران حاکم شدن همشون بیمار روانی هن. خمینی بیمار روانی بود، علی شیره‌ای بیمار روانیه، اکبر دزده بیمار روانیه، موسوی اردبیلی، لاریجانی، این احمدی نژاد، خاتمی. جدی بهتون میگم ایران رژیمش عوض بشه خواهید دید مدارک و اسنادش بیرون خواهد اومد. بعد ری شهری، گیلانی دیگه، این ولایتی، این یکی جواد ظریف کلوف و اون محسن رضایی، تمام اون کسایی که تو طویله جماران، اینا همشون بیمار روانی هن. همشون اینا همشون سادیسم آدم کشی دارن، جنایتکارن، تمام پاسداراشون، سرانشون، رهبرانشون، فرماندهشون همشون آدم کشن، جنایتکارن. به هر حال متاسفانه ما یکی از افسران شریف میهنمون رو از دست دادیم و ای کاش این عزیزان مواظب خودشون می بودن. خیلی زود شروع کردن به فعالیت که سری مملکت رو باز پس بگیرن، مملکت نابود نشه، ولی متاسفانه با چراغ سبز فرانسه ایشون به غلط رسید و دولتین فرانسه، سوئیس و آلمان و امریکا و جاهای دیگه، کشورهای دیگه، اینها پس از سقوط فرقه تبهکاران جوابگو خواهند بود، باید جواب بدن، باید وزرای امور خارجهشون، نخست وزیرانشون، رئیس جمهورهاشون و هر حال سران کشورها باید پاسخگو باشن. برای همین هم است که پشت جمهوری اشغالگر اسرائیل ایستادن، چون فردا که پادشاه به ایران برگردن این پرونده ها که رو بشه، خب سفیر فرانسه رو ما میخواییم که در مورد ترور تیمسار اویسی، ترور تیمسار، ترور سروان افسر مملکت شهریار شفیق والاگوهر، خب پرونده ها کجاست و چی بوده؟ دولت آلمان باید توضیح بده در مورد قتل دکتر فریدون فرخزاد، بمبگذاری که در لندن شد، پسر استاد رضا فاضلی رو به قتل رسوندن، بیژن رو، خب اینا باید توضیح بدن. ولی خب خیلی سخته دیگه، نه بیان چه توضیحی بدن؟ پولایی که بهتون دادیم، وامایی که بهتون دادیم و مسائل دیگه. از جناب مهندس خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایید پیش از اینکه این چیزها رو من در رابطه با زنده یاد والاگوهر شهریار شفیق پخش کنم، اول پیام بچه ها رو پخش کنیم. آقای مهندس یک و دو رو لطف و محبت بفرمایید، با هم ممنونتون میشم. جناب مهندس سیاوش گرامی، شما یک و دو رو پیام بچه ها رو و بعد برگردیم کارمون آغاز کنیم. درود بیکران به استاد عزیزم جناب احمدی. من میخواستم از طرف خودم و خانوادم که 5-6 سال برنامه شما رو داریم دنبال میکنیم، ما مبارزه کردیم به اندازه توانمون، شما هم مبارزه کردین، میخواستم این پیامو بدم که اگه خدایی نکرده زبونم لال تلویزیون ایران آریایی قطع بشه، ما هیچ امیدی به مبارزه کردن نداریم، چون واقعا من خودم شخصا روحیمو 90% باختم با این پیامی که جناب وطن خواه با قلبی شکسته گذاشتم، به معنای واقعی که الان دلار توی ایران 55-60 تومنه، در توان ما ایرانیای فقیر شده یه داخل کشور نیست که کمک کنیم. امیدوارم که ایرانیای ثروتمندی که خارج از ایرانن یه ذره غیرت داشته باشن، یه ذره شعور و مرام داشته باشن، یه ذره هزارم لوتیگری شمایی که در طی این همه سال زحمت کشیدین رو داشته باشن و نذارن این سنگر نابود شه. امیدوارم. پاینده ایران، جاوید شاه، زنده و جاوید با سلسله پهلوی. درود به شرف آقای احمدی. میخواستم بگم که همیانان خارج از کشور لطفا کمک کنید، ما اگه به خدا من یه خارج از کشور بودم هرچی پول داشتم میدادم تا تلویزیون بسته نشه، لطفا نذارین که تلویزیون بسته بشه، سپاسگزارم. خدا زشته که آقای احمدی هر دقیقه بیاد بگه کمک کنید، کمک کنید، وقت برنامه گرفته بشه.
آقا از همه چیش گذشته اومده اینجا نشسته به خاطر ما. حالا ما کمک نکنیم که تلویزیون حسه بشه. مردم ایران خارج نشین، بابا تو رو خدا کمک کنین به این تلویزیون ایران آریایی. با خدا من الان توی ایران وضعم داغونه، ولی اگر راهی داشتم که میتونستم به راحتی اونی که در توانم پرداخت کنم میریختم بره این تلویزیون. بریزید خواه، خدا رو کولتون بریزین. انگاری چقدر میخواد هر نفری کمک کنه. با خدا هر کدومتون یه چیزی ناچیزی بریزه اصلا این تلویزیون نجات پیدا میکنه. بابا کمک کنین. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. از هممیهنانی که تمایل دارید پیام بگذارید خواهش میکنم یک عکسی، عکس اعلیحضرت، عکس تلویزیون، عکس گل، یه عکسی رو بذارید جلوتون پیام بگذارید. برای من پیام زیاد اومده ولی پیام صوتی، یعنی شما تلفن گرفتید زدید رو رکورد صحبت کردید. من اینا رو نمیتونم پخش کنم. دوستام هم فعلا دم دستم نیستم، بچه‌ها هم گرفتارم، من نمیتونم پیامای شما رو بدم به بچه‌ها بگم آقا یه عکسی چیزی بزنین روی این پخش کنین. بنابراین خواهش میکنم در صورت تمایل برای مسئله تلویزیون اگر میخواید پیام بگذارید، نمیگم از خودتون، نمیگم اسم و فامیل و آدرس و شماره تلفن، نه، همینی که الان گوش کردید پیامی که میخواید بگذارید کوتاه مختصر مفید و یه پاینده ایران جاویدشان بگید ثواب داره. بله یه عکسی هم بذارید و پیام بفرستید در صورت تمایل و امکان. خواهش میکنم هم زیادم این حجمش بالا نشه، 16-17 گیگابایت باشه. حالا شد نشد مهم نیست، ولی یه عکسی چیزی بذارید پیام بفرستید. مسئله دوم، از امروز هر کس برای من پیام بده اسمش یک نقطه باشه یا دو تا نقطه یا سه تا نقطه، من جواب پیاماتون رو نمیدم، چون نیروهای بسیج از اتریش به دستور اربابشون از دانمارک میان و رکیکترین از سوئیس رکیکترین فخاشی ها رو به شخص پادشاه، به شخص همسر پادشاه، دختران پادشاه میکنن و برای شما هم کانال زدن، میگن رستاخیز، نمیدونم چی اینا، همشون بسیجی هن. میخواید بفهمید، میخواید نفهمید نفهم از دنیا برید. این بسیجیه، رئیسش بسیجیه، اینا یک گروه هن. اینو برای هزارمین بار میگم تا کارم آغاز کنم، یک دقیقه گوش کنید. اینها یک گروه بسیجی هن. بسیج یک بخشی داره به نام اطلاعات بسیج، اینها بسیجی هن. یکیش تو لندن میره انگوش میکنه به اونجای زالو، یکیشون نشسته تو سوئیس براتون سایت زده میاد مشروطیت رو به مسخره میگیره. رئیسش در دانمارک زنش مواد پخش کن و مواد فروش دستگیرش کردن، خودش قایم شده توی جزیره. یکیشون یه سکس چتیه تو لندن، چند تام خانم داره دست پاش تو آلمان و اسرائیل و ترکیه و این ورونور و اتریش و جاهای دیگه. اینا یک گروه هن که حالا نو جاوید شاه هم میره با بعضی از اینا میشینه بلند میشه که کلاتونو بذارید بالاتر. خب با این یارو سعید نزول خورد در تگزاس، چقدر بگم زبونم مو در آورد. من اینا رو به شما میگم، سپاس فوش خارمادرشو دارم من میخورم، برای من مهم نیست. کسی با یک دونه آیدی، شما که هنوز جرأت ندارید یه اسم برای خودتون درست کنید، خواهش میکنم نه برای من نظر بفرستی نه عکس بفرستید، نه من هیچی نمیخوام، فقط خبر برای من بفرستید. میبینید که نمیخونم، جوابم نمیدم. این در این رابطه کوچولوهای عزیز و دختر خانوما، آقا پسرها، نوجوانان و جوانانی هم که پیام میفرستید واسه من، چهارشنبه ها پخش میشه که نقاشیتون رو بذارید از اون نقاشیتون یا عکسی یا چیزی. واقعا باریکلا به شما عزیزان نوجوان، شما کوچولوها که عقلتون بیشتر از ماست. واقعا آقای مهندس لطف و محبت بفرمایید دو تا عکس 3 و 4 رو لطف و محبت بفرمایید. بچه‌ها امون ندید، شروع کنید زنگ زدن، عضو بشید. زنگ زدید فقط زنگ بزنید عضو بشید، خواهش میکنم. ما طلبکار نیستیم، ما دارم خواهش میکنم. نگید آقا مگه طلب میخوام، من طلب از هیچکی نمیخوام، فقط ازتون خواهش میکنم عضو بشید، عضو تیم ملی میهن پرستان بشید. زو این صفحه
کانال تلگرام اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، اون قرمز رو اونجا ما نوشتیم، ما این تو کانال تلگرام اعلیحضرت نیست. اعلیحضرت در رابطه با قتل سیاسی، ترور ناجوانمردانه والاگوهر شهریار شفیق متنی رو منتشر کردن که من براتون میخونم. امروز مبارزه برای آزادی ایران گسترش یافته است و ائتلاف گسترده و متنوعی از ایرانیان در داخل و خارج را شامل می شود. اما کسانی بودند که از همان روز نخست در مقابل این رژیم اشغالگر و برای آزادی ایران ایستادند. برخیشان جان خود را در این مبارزه به خطر انداختند. پسر عمه عزیزم ناخدا شهریار شفیق نخستین مبارز از خیلی مبارزان راه آزادی ایران بود که در 44 سال گذشته به دست جمهوری اسلامی در خارج از کشور ترور شدند. اغلب به یاد وی هستم، به ویژه هرچه به پیروزی که او برای آن مبارزه و جانش را فدا کرد نزدیک می شویم. هر کس معنای این متن رو فهمید بعد از این همه سال که اعلیحضرت، دیدید چرا میگم بگید کینگ رضا پهلوی، دیدید میگم ایشونو قپونی زدن. شما وقتی میگید کینگ رضا پهلوی یعنی دارید به اعلیحضرت انرژی میدید دیگه، بقیهش هم نمیتونیم باز کنیم و توضیح بدیم. عکس بعدی رو جناب مهندس لطف محبت بفرمایید. حالا هی برید بشینید پیش یا مش آدم بی سواد که مختون رو بزنن و گیجتون بکنن که ندونید شاه مملکت داره براتون چیکار میکنه. اون شخصی که اون وسط با عینک، ایشون زنده یاد جاوید نام، افسر شریف و برجسته نیروی دریای شاهنشاهی ایران والاگوهر شهریار شفیق. من این متن رو براتون میخونم. هاورکرافت در جریان سیل خوزستان برای نجات آسیب دیدگان و محاصره شدگان سیل نقش موثری داشت، زیرا این وسیله دریایی هم در زمین داخل می شود هم و راه می رود و هم در دریا همین عمل را انجام می دهد و حتی پستی بلندی ها را در خشکی طی می کند. این بهترین وسیله نجات سیل زدگان خوزستان بود، چون هلیکوپتر در هر دفعه بیش از 12 نفر را نمی توانست از محاصره سیل نجات دهد. ولی هاورکرافت نیروی دریایی شاهنشاهی در هر نوبت بیش از 100 نفر را در خود جای می داد و به سوی اهواز یا خرمشهر به حرکت در می آمد. فرمانده این کشتی را والاگوهر شهریار فرزند والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی بر عهده دارد که در نهایت علاقه و جدیت وظیفه انسانی و نودوستی خود را در این حادثه انجام می داد و فعالیت شایسته و قابل تحسینی از خود نشان داد. عکس بالا مدخل کشتی هاورکرافت را نشان می دهد و شخصی که در وسط دیده می شود والاگوهر شهریار است. دو افسر طرفین ایشان مهندسین و مکانیسم این کشتی می باشد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی یک چنین افسری که مادرش خواهر پادشاه مملکت بوده، که اگر هر کدوم از ما بودیم که میگودیم مادر من خواهر شاهه، یعنی دیگه از این بالاتر، نه مثلا بگم مادر من دوست 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 ندیمه خواهر، نه خواهر، ندیمه همسایه خواهر عمه دختر دایی شاهه، مادر من خواهر شاهه، تموم شد. کدوم یکی از ما میرفتیم سیل زده چیه؟ ما فقط یا تو قمارخونه بودیم، یا تو قمارخونه بودیم، یا تو کازینو بودیم، یا تو لاس وگاس بودیم. بله، یک چنین افسری رو زدن کشتند، از دیوار صدا بلند شد، از ملت ایران صدا بلند نشد. حالا اومدیم به فامیل این افسر که میشه پادشاه کنونی مملکت، فرمودن دیگه پسر عمم والاگوهر شهریار شفیق، پسر عمه شاه کنونی مملکت، اومدیم به این مرد میگیم میبخشید ما باعث قتل پسر عمت شدیم، میبخشید ما باعث قتل عمت شدیم، خیلی عذر میخوایم ما پدرتو کشتیم، ما خیلی اسکیموزی داریم که زدیم آرامگاه پدرتو در بداغون کردیم، میبخشید آوارتون کردیم، میبخشید ما باعث قتل خواهرتو برادرت شدیم، خیلی میبخشید ما باعث شدیم که زندگیتون شخم بخوره، اصلا نابودتون کردیم، واقعا اسکیموزی داریم، میشه ما رو نجات بدیم؟ من که تمرگیدم سر جام، هیچ کاری هم نمی کنم.
مگه شما یه کاری برای ما بکنی؟ رو که رو نیستن که واقع از وینه. جناب مهندس بریم تو شماره پنج، دست گلت درد نکن. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، روان والاگوهر، شهریار شفیق، افسر میهن پرست و برجسته و شریف و مبارز. شهریار شفیق روان شاد و روان خواهرش که ایشون هم تظاهرات را مینداخت در پاریس و متاسفانه بر اثر بیماری اخ کرد. دختر بسیار مبارز و بسیار انسان شریفی بود. روانشون شاد و روان مادر گرامی والا حضرت شاهدخ اشرف پهلوی که خدا ما رو ببخشه. از خدا پوزش بخواید ملت. هر روز صبح بگید پروردگار و هرچه اعتقاد دارید، دیوار، در، سگ، ماشینم، طلا، جواهر، دلار، فرش، فرزند، به هرچی اعتقاد دارید، کفتر، قناری، ای پروردگار ما رو ببخش، ما رو ببخش که هر قطره از چشم اون خدا، هر قطره اشکش که یک قطرهش افتاد به زمین، ایران رو تلخ کرد. هر قطره از اشک اون خدا جهان رو به سیل کشون، سیل برد جهان رو. خدایش بیامرزد که به راستی میبدیل بود. آقای مهندس عزیز خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایید پیام جناب وطنخواه رو پخش کنید. دستتون درد نکنه.
کنعان گرامی، با قلبی شکسته و غرور آریایی خرد شده، تلویزیون جهانی ایران آریایی در تاریخ 15 دسامبر 2023 به احتمال 99% چراغش خاموش خواهد شد و در 30 دسامبر 2023 100% در صورت ادامه عدم حمایت‌های کافی مالی در ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس برای همیشه خاموش خواهد شد. آریان وطن‌خواه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. همیهنان عزیز، من تا پایان سال که داده تموم میشه در خدمتون هستم. در صورت عدم همکاری شما همیهنان عزیز، با کمال تأسف، امیدوارم ایران آریایی سر جاش بمونه، اما من اگر ببینم به درد این سنگر نمیخورم و به درد جامعه ایرانی نمیخورم، اولین هفته سال جدید میلادی 2024، یعنی یه دوشنبه، یه چهارشنبه، یه آدینه، میام خدمتون. یه سری حساب و کتاب هاست انجام بشه، گفتگو بشه. از جناب سیاوش و جناب وطن خواهم خواهش کنم تلفن ها رو باز بزنن روز دوشنبه. رو ختم نیایید برای تشکر. هر کس که میخواد فوش بده، بد بیرا بگه، انتقاد بکنه، مخالفین من، دشمنان من بیاین رو خط، من مردونه مبارزه میکنم. هر کس بیاد بخواد تعریف کنه، من از آقای سیاوش خواهش میکنم قطع بکنه که نگید ما در رفتیم. مرد و مردونه این تنها کاری که دستم برمیاد. دوشنبه هم تلفن ها رو باز میذاریم، چهارشنبه هم میام نقاشی آخر بچه ها رو پخش میکنم، جمعه هم حساب کتابمون رو با شما بکنیم. تشکر و قربون شما. زنگ بزنید عضو تیم ملی میهن پرستان بشید. حالا دیگه خود داری که وقت برنامه گرفته نشه، چون گفتنی ها رو گفتم. زنگ بزنید عضو تیم ملی بشید. به قول این جوونی که الان از ایران پیام گذاشت که گفت خدا رو کولتون، یه اصطلاح بچه های غرب، بچه های لک این اصطلاحات رو به کار میبرن، لورا گرونشایی ها. اگر ما در فقیرترین فقیر ایرانی در اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا، هر جا که ایرانی ها هستن به جز جریان ترکیه و اینا که بازم دم غیرتشون گرد، مثل رعنای نوجوان، اگر ما قادر نباشیم حتی به عنوان یک انسان فقیر، من با پناهنده کاری ندارم، من پناهنده بودم، از پناهنده هیچ توقعی نمیشه داشت، نمیشه. انسان هایی که جا افتادن، پاسی گرفتن، کاری میکنن، کارم نمیکنن، پاس دارن، اقامتشون مشخصه، دولت بهتون پول میده. اگر ما نتونیم 25 تا 30 دلار یا یورو عضو یه خانه بشیم که معتقدیم تنها سنگر مشروط خواهانه است، که هیچ ادعای دروغینی نیست، پس وای بر ما و متاسفم برای ملتی که چشم امیدش به ماست. پس من یکی وارد این بازی زشت نمیشم و به ملتم میگم ملت شاهد بودید من ایستادم براتون. نمیگم براتون گاو کشتم، گوسفند کشتم، خونم آدم، من هیچ کار نکردم. 6 سال نشستم اینجا حرف زدم، هیچ ادعایی هم نکردم. اگر یه نفر اومد گفت من ادعا کردم، من دکترم، مهندسم، محققم، فوق لیسانسم، دکترم، آی به من بگین دکتر، مهندس، نویسنده، شاعر، من هیچی نیستم. یه ایرانی مثل خود شماها از طبقه پایین اجتماع اومدم، نه پدرم تیمسار بوده، نه مادرم درباری بوده، اصلا یه آدم خیلی معمولی، خودم از تو زمین خاکی اومدم اینجا نشستم. اگر من برای شما که این 6 سال اومدم اینجا نشستم کاری نتونستم بکنم، منه ببخشید، ایستادم، همکاری نکردن، کمک نکردن، شرمنده شما ملت ایران هستم، منه ببخشید.
در کانال نامو همه رو میبندم میرم، بدون تعارفم میگم من میپیوندم به خیلی عظیم از ایرانیانی که رسما میگن ما رو سننه. خب منم بگم این همه گفتم منو چخ سننه به کجا رسیدم؟ خب بگم منو سننه، به من چه مربوطه؟ شاید این ورکی قش کنم حال بده به وضعم خوب بشه، یعنی وضع روحی ما نه وضع مالی، وضعم خوب بشه. All right. پس زنگ بزنید عضو تیم ملی بشید. زو آی مهندس، امشب یه برنامه، امشب میخوام به شما بگم، به شما خانم آقایون بگم، میدونم میدونید یک بانوی از ایران، بانوی جوانی از ایران، خیلی هم ازشون سپاسگزارم، برای من یک پیامی گذاشتن که باریکلا به این بانوان جیگردارترن، پیام میذارن، آقایون با یه نقطه میان تکس میزنن، نوکرتم امو رضا، من نوکر نمیخوام، من سرباز میخوام، من دنبال سرباز میگردم، سرباز. من الان تا الان رو یه جماعتی حدود 250-60 تا کار کردم، یه 250-60 تا سرباز رو خوب دارم تعلیم میدم، تعلیم دادم. یادم نره از یکی از همین سربازان این پادگان، سام فیروزی عزیز، که ایشون هم گویا برنامه بانو پرستو اصلانی و سرکار بانو دکتر مرجانی روحانی عزیز رو که من شرمنده هر دوی بانوان هستم از صمیم قلبم میگم، دیدن و انقدر اظهار لطف و محبت کردن. ایشون چون لطف میکنن برای من برنامه هاشون رو میفرستن، منم پخش میکنم، امیدوارم برنامه های ایشون رو هم همتون ببینید. جوان بسیار بسیار میهن پرستی است، نه حالا چون از من تعریف کرده، من این جوانو بیش از 2-3 ساله میشناسم، من اینا یه گروهی هستن که خودشون هم نمیشناسن، یعنی آقای سام نمیدونه اون آقای اونوری چیه، این جوان چیه، اینا یه گروهی من دارم با اینا مدت هاست دارم کار میکنم، همشون هم بچه های فعال، بچه های پاک، یعنی دارم ازشون یک سری سرب... نه حالا من فرمانده اینا باشم، حالا ایشون این آقای سام لطف محبت دارن و هی به من میگن استاد و فرمانده، نه من، ما هممون سربازیم، فقط من سنم بیشتر از ایناست، تجربه‌ام بیشتر از ایناست، و جوانای بسیار فعالی هستن که یک مجموعه‌ای رو داریم درست میکنیم که اینا رو فردا در اجتماع آینده ایران، ما قرار نیست با اینا مسلح بشیم بریم کودتا کنیم، نه من میخوام اینا رو تحویل اجتماع ایران بدم، مثل این بچه‌هایی که نقاشی میکشن، که اینا فردا به درد ایران بخورن. این آقای سام از الانم بگم، این از این جوون میشه در بخش اطلاعات ایران استفاده کرد، چون هر کدوم اینا رو من دیدم، علاقه شون رو دیدم تو چه زمین های علاقه دارن، بسیار بسیار جوون که کارش کارهای اطلاعاتیه، یعنی شما مثلا بهش بگید که آقا من میخوام ببینم این آقای مثلا این لواشک چارده کیه، زیر و روی لواشک و آلو و تمر هندی رو زیر و روی جد و آباد یارو رو واسط میکشه بیرون، و نه علکی ها مثلا توهم برش داره اینا، نه با سند مدرک صدا عکس، خیلی کارش قشنگه. یکی دیگه هست مثلا بهش میگم، من یه همچین کلیپی بود مثلا 12 زیقده گلپری جون، من اینو یه جایی شنیدم، فقط میگه، حالا اینا لطف میکنم به من با احترام جناب احمدی، آقا مثلا کدومه چی گفتی، یه نقطه شو بگو، میگم مثلا یه جا گفتش که رفتم به میگه باشه چند، به یه هفته نمیرسه، همون کلیپو من نمیدونم از کجا پیدا میکنه، و هر کدومشون توی بخشی فعالن، و این آقای سام در بخش اطلاعات، نمیگم ساواک و وزارت اطلاعات، نه از اطلاع بذارینش یه جایی امکانات بهش بدی، تمام امکاناتی که باید به یه انسانی در این زمینه داد، این بشه یکی از مسئولین اطلاعاتی کشور، به شرافت بشری اگه دیگه تو مملکت کسی بدون جاسوسی کنه. به هر حال خیلی ازش سپاسگزارم، ممنونم از سام عزیز، و بسیارم برنامه هات عالیه، همینطوری هم ادامه بده، خیلی هم خوشحالم از اینکه باهت چند سال با شما دارم همکاری میکنم، و با دیگران خواهشم میکنم ازتون، تمنا میکنم من رو به چشم استاد و این چیزا نگاه نکنید، نه من همان خاکم که هستم، خیلی هم ازتون ممنونم بی نهایت، از سرکار بانو دکتر مرجانی روحانی، سرکار بانو پرستو اصلانی، جناب آقای سام فیروزی، و همه عزیزانی که در طول این دیروز و پریروز برای من پیام میدین و یل و پهلوان و چه و چه، از همتون ممنونم، ما کوچیک همتون هم هستیم، زمین خورده همتون هم هستیم، مخلصتون هم هستیم، خیلی هم ازتون سپاسگزارم، اینم بدون تعارف میگم.
آدم هر چی که معروفتر بشه و مشهورتر بشه باید افتاده تر بشه. اگه آدم قراره که مثلا دو دفعه بیا جلو دوربین بگه منم، نه من هیچ چی نیستم، من تا روزی که زندم تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم، زگهواره تا گور چگار بکن دانش بجوی. ما هممون دانش آموزیم، اساتید بزرگ هستن و من هنوزم شاگرد اون اساتیدم. امشب یه برنامه‌ای داریم که این برنامه رو یه سبک دیگه است. سبکش چیه؟ که این بانویی که از ایران برای من پیام گذاشتن، دختر خانم جوان، یک بانوی بسیار جوان که فرمودن که در ایران به دلیل نبودن اطلاعات صحیح شما لطف کنید و بیشتر از خدمات اعلیحضرت بگید و این وضع آب و هوای مملکت، گرونی، پولشویی، اختلاس و فلان اینا، که من عرض کردم خدمت این بانوی گرامی من همه اینا رو گفتم و چرش باز هم خواهم گفت، فقط خواستم یادآوری کنم که سرکار بانو پیام شما رو خواستم تکرار کنم، چون پیامایی که جالب باشه اینا من اینا رو میام میگم، ولی خب اکثرا دیگه متاسفانه تو حال خودشون اون عکس برگردون میفرسن و ماچ میفرسن و اینا، من با اونا کاری ندارم. امشب به درخواست این بانو من فکر کردم به یک بخشی از این جریان بپردازیم، اون بخش اصلیه یعنی ایدئولوژی این جریان. من اسلام شناس نیستم، با هر مسلمونی هم سر جنگ و دعوا ندارم، گفتم و بازم میگم من مسلمان بودم، خانوادم پدری مادری، پدری که اصلا خیلی بدجوری متاسفانه مسلمان بودن و حاج خانوم داشتیم تو خونه، حاج آقا داشتیم تو خونه، خودم سینه میزدم، زنجیر میزدم، نماز میخوندم، نه همیشه، هر دفعه دم امتحانات ریاضی بود اینقدر دلاراست میشدم دهره میگرفتم، حالا سر دلاراست بود نمیدونم، سر خم شدم بود نمیدونم، خرافات بود نمیدونم، ولی دهره میگرفتم تو ریاضی خدا وکیلی. بنابراین مشهدم رفتم، قومم رفتم، دور هر دوشون چرخیدم، اونام دور من چرخیدن، خلاصه من تقریبا روشن کنم بسیار متاسفم از اینکه آدم احمقی بودم در دانشگاه استاد رضا فاضلی، فقط استاد رضا فاضلی، هیچ کسی دیگه در من اثر نذاشت در رابطه با مزار اسلام. نشستم با دقت گوش کردم بدون تعصب، خوندم قرآنو، خوندم فارسیشو، خوندم نهج البلاغه رو تا اونجایی که تونستم خوندم، خیلی هم متاسفم مخم منفجر شد، خیلی کتب دینی دیگری هم خوندم تو همون اکابر میگم و نه تو دانشگاه، و به هر حال به این نتیجه رسیدم که من بسیار احمق بودم، به صراحت میگم احمق بودم، شعور نداشتم، سواد نداشتم، یه طویله یابو بودم و دیگه نمیخوام باشم. سالیان سالم هست از دین اسلام و به ویژه از بخش شیعش بریدم، نه که سنیش خوب باشه، نه، من اساسا از دین بریدم، هیچ وقتم تو عمرم به خاطر پناهندگی نرفتم مسیحی بشم، یهودی بشم، بهایی بشم، من اصلا نمیخوام دین داشته باشم. اون حسین گفت اگر دین نداری آزاد مرد باش، من میخوام مرد باشم، یه مرد شریف کامل، به قول سرکار بانو پرستو اصلانی میخوام هم واقعا اون پهلوانی که ایشون میگن، میخوام اون مرام پهلوانی رو در خودم نگه دارم و همیشه هم گفتم مرد باید اون مرام مردونگی خودش رو نگه داره، مرد کلمه بزرگی، خانم حمله نکنید، من دارم از بخش سلمانی مردانه میگم، خانم بانو هم کلمه بزرگیست، نه که نه، چون من فعلا حس خودم بگم. بنابراین من اصلا نمیخوام دین داشته باشم، یه مدتم جوگیر شدم برم ایران بشم زرتشتی، نه نمیشم، شاید بشم نمیدونم، ولی چون من فقط یه وابستگی درونی به خدا دارم، با هیچ دینی هم هیچ کاری ندارم، نمیخوام برم کنیسه، نه کلیسیا، نه چیچیلیا، نه نمیدونم مچتلیا، نه آتیش روشن کنم، من هیچ کار نمیخوام بکنم. اگر قرار اون خداه تقسیم بندی بشه مردشو رو قیافه خودتو جهنم بهش شده ببرن، من با خدای خودم اونجوری که دلم میخواد حال میکنم. میگه دید موسی شعبانی را برا، محمی گفت ای خدا و ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، و بقیهش هم یادم رفته. من دوست دارم با خدای خودم اونجوری که دلم میخواد، بعضی موقع پشت ماشین میگم خدایا نوکرتم کجایی، بعضی موقع در گوشمون به خودمون بگم، چارت فوششم میدم که بی پدر و مادر آزار داشتی آقا منو بیاری روی این کره زمین، مثلا اینجا حلوا بخش میکردن، اگه مردی خودت بیجا من، بس من برم اون بالا، اگه مردی من برم اون بالا، تو یه دقیقه بپایی، یک دقیقه
تو 60 سال من این پایین نگه داشتی، من تو رو 60 ثانیه پایین نگه میدارم، تو نمیری هیچ جوابی من از اون بالا نیومد. به هر حال امشب یه برنامه‌ای داریم که شما یک بخشی از اسلام رو با یک فیلم سینمایی ایرانی به نام محلل میخوام به شما نشون بدم. اما پیش از چون فیلمو به شما نشون بدم، بریم شماره 6 که ببینیم به فرمایش این بانویی که از من درخواست کرده بودن یکی از این کثافتکارهای جمهوری اسلامی بهتون نشون بدیم. اینجا جاده قم تهرانه. جناب مهندس شماره 6 رو لطف و محبت بفرمایید بچه‌ها عضو تیم ملی بشید. من ببینید از اینجا این جاده قدیم خومه، اونم فرودگاه آرمان امام خمینی باشه، فرودگاه قدیم باشه. ببین اینم ماشین من، اینم ماشین من، همه الان حالا دارم سیل میگیرم مستقیم. ببینید من راستم این پایین، بیا از مسیر اینجا میریم. حالا ببینید کی بود این استخونا، میبینید اینا همش مال خره، اینا مال خره. ببین تازه سر بردن از قم اومده اینجا. ببینید این گونیا همش پر استخونه، نمیشه دستش بذاری. ببینید این گونیا، اینا همش استخون و شکمبه و چی داخلشه با سر خر تو اینا هست. اینا هم استخوناش. اینا ببینید این توی گونش من با پلاستیک دست گرفتم خالی کردم، این شکمبهش پوستش به حساب هرچی بوده، ایوان سفید بوده از کشته. این هم سرشه از خر بزرگ، فکر کنم اسب باشه، یه اسبه. بر سر اسب بریدن به خورد مردم میدن. نگاه یه اسبش هم خاطرون باشه، یه اسب ها که قیمتیه. بعد هم حتی مریض بوده یا چی، سر بزرگ میده مردم بخورد. اینا دیگه پس باور کنه که من خودم دارم الان فیلم میگیرم. یا چه چیزی به خورد مردم میدن توی رستوران و قهوه‌خونه. اینا ماشین کردن سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. ببخشید خانم آقایون، اگه سر شامی چالن اونور دنیا، سر ناهاری وسط دنیا، سر صبحونی، بالاخره الحمدلله خدا یا صد هزار مرتبه شد آواره دنیا که شدیم، ببخشید اگه سر غذا خورد و خوراک بودید، میبخشید. کله خر دیدین، کله اسب حیوان خدا رو دیدی؟ این جاده قم ها، این اونجاست که میری میگی که حضرت معصومه ورم قلبه گرفتم، یه کاری بکن ورم قلبم بشه، ورم چیزی دیگه. این اون جاده سا، حالا ببین جاده مشهد چه خبره. من که دبرگیدم حقمونه. جوجه کباب پرسی دوتا 20 ریالی زمان شاه، کباب کوبیده یه پرس، یک پرس چلو کباب و دانشجو میخورد 20 ریال، تا چشمتون کورشه. حالا با مخ از بالای خوابگاه امیرآباد میزنتون زمین. آقا 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 خدا بود که رفت، آقای دیگه نیست. میگم که تو دانشگاه ها نشینید خیال کنید ادای کمونیست ها رو در بریم به ما بگن روشن فکر. بی غیرت ترین قشر ایران دانشجوانن، که ادک البته میانپرس هستن که تفلک ها مجبورن ساکت باشن. گول دانشجوها رو نخورید. اون دانشگاهی که در زمان شاهنشاه آریام رضا شاه بزرگ ساخت، آدم داد بیرون، یه عده آدم داد بیرون، یه عده بیناموس داد بیرون. اینایی که جمهوری اسلامی ساخته این دانشگاه نیست، طویله است. طویله ای که تو سر هر کوچه ای از این طویله ها دکتر و مهندس داد بیرون. بعد ننه باباهاشون خوش شدن میگه دخترم امسال فوق دکترا لیسانس و لیسانس گرفته، تو بمیری. حالا چه کار میکنی؟ نشسته الان با دوستش دارن بجوری یه قلد و قلد بازی میکنن. اینا خیلی بجوری میکنن یه قلد و قلد. چشمتون کورشه. شاه نمیتونه بگه من میگم، تا دند هممون نرم، تا چشممون کور، تا اون خدا رو که 37 سال نخوابید تا ما مردشور برده ها بخوابیم، با چشم اشکی بیرونش نکنیم که امروز رسمن مرد ایرانی کلاشو بذاره بالاتر، ناموسش بره تو خیابون، بره ددر.
یعنی به دیوزگی افتادیم که کمپوزیسیون ما بشه معصوم قمی، بشه حامد کیسه‌کش، بشه بشیر بشکه، بشه این عرازل و اوباش، مرکه بیاد بگه نو جاوید شاه حقمونه، کمپوزیسیون من بشه سعید نزول خور. ببین من دیگه چقدر باید بدبخت باشم. جانت همرزم عزیز ما فرمودن ما هرچه یاد گرفتیم از ایران آریایی یاد گرفتیم. یک تلویزیون مشروطه خواه، خاک بر سر ما که نمیتونیم یه تلویزیون مشروطه خواه رو روپا نگه داریم. اضافه عضو تیم ملی شدن، الانم 50 دلار اضافه داد. درود به شرفت بانوی گرامی، درود. درد و ولات بخوره تو کاسه سر هرچی از این زنای شلخته ولگرده که میرن تو این کنسرت ها چقدر درب و داغون و بد معلوم این از اون کجاها اومدن، این سرخپوستا و جیغ میزنن، خاک بر اون سر تنه لشتون کنه. آقا کنسرت رفتن اشکالی داره؟ کنسرت رفتن اشکالی نداره، تنه لش بودن اشکال داره. آره بالام جان. توتی عزیز ما با نثار یک شاخ گل برای شاهرخ عزیز، روان شاد، هنرمند ملی و مبارز کشورمون، 20 دلار. توتی جان دستت درد نکنه، خیلی ازت سپاسگزارم. خدا شاه میهن همرزم بسیار عزیز ما از لس آنجلس عضو شدن، عضو تیم ملی شدن، 30 دلار ماهیانه. دست گلت درد نکنه همرزم بسیار عزیز، که شما نمیدونید این همرزم عزیز من چه اطلاعاتی از این طویله 77 فلان برای من میده. شما نمیدونید این چه انسان، یکی از اون اطلاعاتی هست. دست درد نکنه. جاوید از جاوید عزیز ما از انگلستان 100 دلار عضویتش بودش، کرده 150 دلار به اضافه که همین الان 100 دلار هم داد، یعنی 50 دلار اضافه کرد چیزشو مایانشو، 100 دلار هم داد با هزاران هزار. جاوید شاه پاینده ایران، درود به شرف جاوید. بچه کمه ها ماهیانه تیم ملی، بچه تیم ملی هنوز اردو پر نشده ها، یا خیال نکنید دو تا سه تا، نه این کاغذه باید پر بشه مثل اون دفعه. من هر دفعه بیام این باید دو صفحه باید نوشته بشه. حالا خود دارید، دستورم نیست، وظیفه ملی میانی به منم ندید، به آقای وطن. هیچ کس از شما توقعی پول برای خودش نداره، لعنت به پدر مادر کسی که این پول برده بذاره تو جیبش. این فقط برای نگه داشتن این خونه است. و سلام. گوشت خر و الاغ و یارو اسب دیدین؟ آره. حالا بریم ببینیم شاهنشاه به ما چه گوشتی میداده. آقای مهندس بریم تو شماره 7، دست درد نکنه، حقمونه، چشممون در بیاد، حقمونه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدین چه شاه بدی بود؟ خیلی بدجوری این شاه ما همه پولا رو میخورد. دیدی همتون قلمبه قلمبه دلار میخورد، خودشو، شهبانو و فرزندانشو. شبا دلارا رو میریختن توی قابلمه، بعد با کارد و چنگال و قاشق دلار میخوردن، بدجوری دلار میخوردن. دیدی اینا بچه های ایرانی نبودن ها؟ اینجا ایران نبود، این تغذیه رایگان نبود ها؟ اصلا و ابدا. اینجا امریکن پاریس، برلین، لندن، مادرید، یارو رید تو بمیری. لعنت به پدر مادر هرچی چپی و تودهیه که ریدن به ایران، یک بلایی به سرتون بیاریم. کاوه عزیز ما
گفته تسلیم نمیشویم. باری کلاکاوه تسلیم نمیشیم. نباید تسلیم. بی غیرت ترین ملت ایرانی مگه بذاریم ایران آریایی بسته بشه؟ خیلی راحت بهتون بگم به هر کیم برمیخوره به جهنم دره. یکی باید بیاد بشینه با ما. من از درون شما ملتم، من با زبون شما اومدم اینجا نشستم حرف زدم، فوش خوردم به هم هر چی از دهنشون در اومد. یه مش بی سواد به من میگن بی سواد، یه مش فحاش چاقوچش تروریست آدمکش به ما میگن فحاش چاقوچش، یه مش بی پدر و مادر به ما میگن بی پدر و مادری که از سر سفره پدر مادر اومدیم اینجا نشستیم. من 37 سال اینجام، برای شکمم ظرف شستم، به کسی رو نزدم. اگه من گرسنگی بمیرم خجالت میکشم برم به یکی بگم یه چیز بده من ایسی برم بخورم. من روی رو زدن ندارم. اومدم ولی این کارو کردم و میکنم به خاطر تمام اون بچه هایی که سر سطل آشغالن، به خاطر بچه هایی که تو زندانن. آفرین به پرستو اصلانی، آفرین به مرجانی روحانی، آفرین به سام فیروزی، آفرین به شما که اومدید و گفتید و من بهتون گفتم بیایید بخونید. چرا خجالت میکشید؟ چرا مسئولیت رو باید بندازید فقط گردن آقای وطن خواهر؟ نه، بیایید بخونید، بیایید اینجا بگید، بیایید بگید، خجالت نکشید، بیایید بگید مردم ماهیانه بدن. شماها کلی بیننده دارید، بیایید بگید. آقای مثل الان آقای سیاوش به من میگه بیام اسامی رو بگیم، چرا نمیگید؟ از چه خجالت میکشید؟ ما آبرو نداریم، از چه چیزی آقا آبرو میره خجالت میکشیم؟ ما بعد 44 سال پیش 44 سال پیش خجالت کشیدیم که اون مردو با چشم گردون از مملکت بیرون کردی. الان باید خجالت بکشیم که گوشت الاغ به ما میدن بخوریم؟ ما گوشت الاغ خور بودیم؟ بعد در طویله جماران گوشت گوسفند تازه بره که حسن خمینی نوه اون بیناموس بخوره؟ این بیناموس باید از ماتت به دارش کشید، اینو باید در خشتک آویزونش کرد. ملت خار مادر اون جماران رو سرشون، یک نفر نزد در جماران بیاد بیرون. برای یک بار و آخرین بار خشم خودتون رو شما ملت ایران نشون بدید، آدم شید. بس دیگه اینقدر منتظر بشیم تا تاریخی نادر بر اون بیاره. مگه خودمون چمونه؟ مگه خودمون فلجین؟ چرا من نشم نادر؟ چرا من نشم رضا شاه؟ چرا من نشم محمد رضا شاه؟ من چمه؟ غیرت ندارم، اونا غیرت داشتن. چرا من نشم تیمسار نصیری؟ چرا من نشم تیمسار رحیمی؟ چرا من نشم شهریار شفیق؟ چرا نشم؟ چون ترسو هم، چون ریقو هم، رفتم زیر لافگرسی، ناموسم رو به حراج گذاشتم، کشورم رو به حراج گذاشتم که کار بکشی به اینجا. کاوه باریکلا عضو تیم ملی شد $50 ماهیانه، دست گلت درد نکنه. کیمیا عضو تیم ملی شد $100، درود به شرفت کیمیا. کجا بودین بعد شماها؟ دمتون گرم. منتظر استعفای من بودی؟ مجید از دوسلدورف عضو تیم ملی شد $50 ماهیانه، درود به شرفت مجید. بچه دوسلدورف شهریه، یعنی چه شهری بود. آقا هوشنگ از کالیفرنیا عضو تیم ملی $50 ماهیانه پرداخت کرد. آقای سیامک یزدانی عزیز $200، دست درد نکنه آقای سیامک یزدانی عزیز که همیشه یار و یاور سنگر ایران آریایی بوده، با آرزوی سلامتی برای پدر ایشون. سرکار بانو پروین قفاری که عضو تیم ملی شدن الان اومد $20 به خاطر شهریار شفیق روان این افسر برجسته شاهنشاهی داد. پروین جون دست گل درد نکنه، درود به اون شرف و غیرت. چقدر بلا بر سر این بانوی شجاع تو لجنجلس آوردن که لعنت بر اون پدر و مادرتون بی‌ناموسایی میشرف. پروین جون دست درد نکنه. تغذیه رایگان رو دیدید؟ آره. آقای مهندس بریم تو شماره 8. مردم جنوب شهر تهران بار دیگر به دیدار شاهنشاه محبوب موفق می شوند و با گرمی و شوق از معظم الله استقبال می کنند. پرورشگاه فاتح که به دست مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه افتتاح می شود، ششمین پرورشگاه وابسته به بنیاد پهلوی و بزرگترین پرورشگاه ایران می باشد و در محوطه‌ای به مساحت 31,000 متر مربع
با صرف مبلغ 10 میلیون ریال ایجاد گشته است. در 6 پرورشگاه مرکزی بنیاد پهلوی 2000 کودک نگهداری می شوند. به علاوه در 49 شهرستان نیز در این مورد فعالیت می شوند. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی این چه شاه بدی بود؟ اینجا زندان اوین بود. شاهنشاه داشت تو زندان اوین قدم میزد، بعد دیدید با انگشت داشت میگفت اینه تخمه بهش فشار بدین، اینه شلاق بزنید، اینه اعدام بکنید، اینم آویزون بکنید. اینجا پرورشگاه نبود، اینا بچه های ایرانی نبودن، تغذیه این پرورشگاه لباس میخواستن، صبحونه نهار شام میخواستن، ورزش میخواستن، مدرسه میخواستن، زندگی میکردن. 2000 تا 250 تا 100 تا میدونید ما چقدر از این پرورشگاه داشتیم؟ بنیاد پهلوی. بنیاد پهلوی پوله که از کجا آورده؟ از سر قبر ننت آورده بود. خوردی؟ خوشمزه بود؟ آره، از اونجایی آورده بود که بابات باجشو میخوره. خوردی؟ خوشمزه بود؟ نوش جونتون کمونیستا. مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد. سوزوندتشون، آتیششون زده، اومدن دارن میگن که این مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد و سلطنت طلبا، دارن میگن اختلاف انداختن. کدام اختلاف؟ ما با شما رفاقتی داشتیم. کدام رفاقت؟ کی با شما رفاقت کرده؟ خدا، شما خودتون دارین چسب میکنی با ما میچسب بودیم. ما با شما رفاقتی نداریم. بچه‌های میهن پرست، پس از جاوید شاه، پس از کینگ رضا پهلوی، پس از ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، پس از تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، پس از زنده و جاوید با سلسله پهلوی، پس از این شعارهای ملی و میهنی، یک شعار به شعاراتون اضافه بشه: مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد. مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد. مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد. این بی‌ناموسا کشور رو به این روز انداختن. ملا چپی مجاهد، یادتون نره. اینو بگید رضا گفته. آره، شما بگو من گفتم. دیدی پرورشگارو؟ دیدی تغذیه رایگانو؟ اینا بودجه نبودا. آره، اینا خداوند دریچه رحمتشو وا میکرد، از اون بالا دلار میریخت تو کاخ نیاوران، شاهنشاه این دلارا رو قلمبه قلمبه میذاشت تو جیبش، یه 4-5 دلارش هم خرج مملکت میکرد. تو بمیری، مصدقو کردم تو مسترا با دست مبارکم اگه دروغ بگم. خمینی کسافتم گذاشتم روش که مرکه تنها نباشه، ملی منقلیا با هم باشن اون زیر آلگو. به مرگ تک به تک کمپوزیسیون، به ویژه بخش مصروخ چیش اگه دروغ بگم، تک به تکتون رو کفن کردم به اتفاق دفتر تحکیمی اگه دروغ بگم. به مرگ همتون، امیدوارم تک به تکتون به تیر غیب گرفتار بشید. من به نیت هر کدومتون بیام آبجو با کنم، فکر کنم امید پنجتن و آل عبا الکلی بشم، چون یه چیزی حدود یه 100-150 تایی هستی، 150 تا آبجو رو بذاریم تمام کار من. بله، بیشترم نیستی. آها، یکم از من پرسیده بود آقا این مخالفی، چه مخالفی؟ چون مخالفی اینا مجموعه 150 رأس عرازل اوباشن، اما چرا اینقدر سر صدا دارن؟ خیلی ساده است. طویله بی بی سی، طویله اینتر آشغال، طویله لگن فروش دوست، طویله شمس الله سیمکش، طویله اون یکی، اون این طویله ها، اینا طویله است. این طویله ها به اینا دارن میکروفون میدن، امکانات میدن. اگر این طویله ها شرف دارن، ندارن، اما میگم اگر میذارم که بشه این ارزش، اینم درزش. اگر این طویله ها شرف دارن، این میکروفون ها رو از اینا بگیرن بدن دست بچه های میان پرست، وقت من به شما بگم که تعداد ما بیشتری یا تعداد اینا. اینا وسیله دارن. شما در طویله اینتر آشغال رو باز میکنید، طویله صدای آمریکا، طویله بی بی سی، طویله لگن فروش دوز، طویله شمس الله سیمکش، شما هر طویله رو درش باز میکنید، مثل این طویله رادیو 777، این بیناموس بی پدر و مادر، مامور اطلاعاتی شوهای چی، این بیناموس. یکی دیگر اونجا نشسته، مجید حسین، همچین چیز بیناموس.
این بیناموسا نشستن، اینا یه ماموریت داره، این طویله رادیو یه ماموریت داره، ملت رو ناامید کنه. صداش برای من اومده، ملت رو ناامید کنم. ببین چی میگن اینجا، من اینا یادداشت کردم. میشینن میگن که نه دیگه، شاه سابق آقای پهلوی هنوزا، ببین اینا ماموریتش اینه، آقای لعنت بر پدر و مادر هر ایرانی که به این طویله بره بشینه گوش کنه، لعنت بر اون پدر و مادر تو، لعنت بر پدر و مادر کسی که گوش به این طویله بده، خاک بر سرت کنن ساسان کمالی، هر غلطی هم دارید خب برو بکن مردی که. و اون یارو حسنی حسنی، خاک بر اون سرتون، خدای اگه قرار من پیر بشم مثل شما بشم، امیدوارم من امشب رو به صبح نرسونم، خاک بر اون سر بیغیرتتون که برید بشین شاگرد پادوی بچه های وزارت اطلاعات. یه زنه که اونجا نشسته مال چپ اسرائیله، زنه که آشغال کسافت، همشون کسافت. هدفشون چیه؟ آقای پهلوی شاه سابق، نه پاسدارا مثل ارتش شاه نیست، اینا میکشن، اینا موندن. مگر از درون یه اتفاقات بیفته به زودی یک ملک فهد حسن حسین ایران رو نجات بده، یک خارمادری ازت بچه پر رو جلو چشمات بیارم، بلایی به سرت پای این تلویزیون بیارم، از این سنگر بلایی به سرت بیارم که گهتر از لگن فروش دوز بشی. بی ناموس اطلاعاتی، نمیخواستم کاری به کارت داشته باشم چون گفتم عددی نیستی، حالا که صدا تو شنیدم فهمیدم خیلی بچه پر روی. شلواری از کلت بکشم بالا که دیگه گوه بخوری تو لجن جرس بشین، از این گوه برالی شاه بخوری. یادت نره چی بهت گفتم؟ بی ناموسه، بی پدر و مادر اطلاعاتی. خب بعد اینا میکروفون دارن، هر کدومشون هم تو یه بخشی هن. اینتر آشغال با اسهال طلبه، طویله صدای آمریکا با بخش تاجزاده است، با یه بخش دیگه اسهال طلبه، اون یکی طویله لگن فروش دوست 7-8 داره میاره میذاره تو پنجره، اینه طویله هست دور از اون اسب و الاغ میبخشه، من اسب و الاغ باز به شما توهین کردم. از جبهه نامقدس ضد ملی و اون یارو جوادی و اینا کلاهشون رو میارن، هر کدومشون میارن یه اظهار لطف میکنن و میرن. بعد یکی هم برمیدارن میارن اون یارو قورباغه خوش هست، قورباغه خوشگه یه چرتو میاد اونجا میشینه اینجوری. اینقدر این درب و داغون قورباغه خشکه که 600 تا شماره این کتبش. بابا خود یه کتی اقلا بپوش به اندازه چیز رو برد چیز بخر، از این رو بازار سه دسمال هست تو کانادا، یکی از اونا بخر. بعد اینو آورده به اسم مشروطی چی نشسته؟ آخه بی ناموسی مشروطی خواه این که میگه آقای مصدق داویل من بوده، ببند اون در اون کوالاره کسابت آشغال، ببند اون در دهن تو مرده شده. یادت میاد تو پالتا چجور چپ و راست میکردم؟ فلون فلون شده از اون ست پهلوی ها بیناموس. سر جریان من همینا رو بهتون میگم، سر جریان شورای ملی میومد تو پالتا که هرچی دهنش در میاد به اعلیحضرت میگفت. بعد اومد تو اتاق من، اتاق میان پرستار خیال کرد اینجام آره، چنان بانسش کردم که رو هوا داشت همینطوری با میکروفون حرف میزد، مادر مرده خیال میکرد هنوز تو اتاقه. اینا بعد چون این طویله ها بهشون موقعیت میدن، بعد ایران آریایی تک میمونه. خب شما هم که صبح تا شب نمیشه ایران آریایی نگاه کنی، این یارو کنترلر رو گرفتین دستتون، از این طویله به اون طویله، از هر طویله میری میبینه میگن آقای پهلوی شاه سابق، شهبانوی سابق، فرح دیبا، کودتای ننگین 28 مرداد، من حفظ شدم دیگه، کودتای ننگین 28 مرداد، دکتر مصدق، رضا شاه، آیرون سای، کودتا، انگلیس آورد، انگلیس بوری، بیشوری هم اومده من میگه که آقای احمدی این مانوک خودش قبلا میگفت انگلیس ها و رضا شاه رو آوردن، رضا شاه رو بردن، حالا شما چرا از مانوک دفاع میکنی؟ بیشعور، وقتی که برنامه من نبینی تازه اومدی تو با نگی به پیچ برای پان، بعد بلاکت میکنم میره میشین چارج دیگه زر زیادی میزنی، جوونی به تمرد آدم بشی تا تربیت دون، من اومدم شما رو تربیت سیاسی میکنم، چرا نمیخواین تربیت بشین؟ احمق، ما سر همین موضوع با مانوک اختلاف داشتیم، وقتی گوش نمیکنی نه یه چرت پرت بگی، من این اون نیستم که دنبال یوزر بدوام. آقای مهندس بریم تو شماره 9، علازت دیدی؟ پرورشگاه رو دیدی؟ تغذیه رایگان رو دیدین؟ کتابای درسی رو نگاه کنید. این مال سوم ابتدایی هستش، میبینین؟ کتاب سوم ابتدایی سال 1325، میبینین؟ اینا ببینین چیا رو خوندن اون زمان، شعراشون با نوت آهنج بوده، میبینین؟ روباه و چلاق از اون زمان بهمون یادگار مونده.
تهران و باده دستدار می نوشتم و بازم این شعرهاشون نوت و آهنگ داره، حالا وسط هم هستش می بینی و خط با خط نصری نوشتم، با خط نصری هم می خوندن. خیلی خیلی براشون خوب بوده اون زمان. این مثلا مال 1306 1306 این کتاب رو درس خوندم می بینی مجموعه آذربایجان ریاضی پنجم پنج ششم ابتدایی بوده. این کتاب رو درس خوندن. این کتاب قیمتش اون زمان چند باشه خوبه؟ 28 شاهیه. مثلا این علوم 51 که اول عکس شاه بوده، بله فرح بوده، ولی خدا رحمت کنه، خدا رحمتش کنه، بله اینم اشرف خواهرشون بوده، اینا هم اینطوری میخوندن. این مثلا مال 1311 ببین هندسه فضایی 1311 و هجری قمریش هم نوشتن. ببینین چه قضیه هایی رو اون زمان حل کردن. ببینین حالا الان هم بچه های ما مدرسه میدید، بله این فضای مجازی هم که بیاره. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اول من یه توضیح بدم، آقای محترم دمت گرم، دستت درد نکنه این کتابا رو داری نشون میدی و فلان دست قربونت، این شستته که اینجوری میکشی رو زبان مبارکه، بربری که نمیخوای ازم جدا بکنی، این کاغذا کهنه شده، اینه اینجوری ورق نزن، یه کمی ظرافت، اینا چیزای تاریخی ما، اینا رو بذاریم تو موزه دیگه نیست. این چه ورق زدنیه عزیز دلم، چرا این کارا رو میکنیم؟ لعنت به روح و اون بیناموسی که اون شمشیره به ما فرو کرد که همه چی رو اما گرفت. دیدید علم و دانشو به قول آقای سیاوش داشتن فارسی رو آرام آرام تمیز میکردن از لغات تازی. تهران رو ما با ته دستدار مینوشتیم، کردنش با دو ته دو نقطه و خیلی چیزایی دیگه. این ال 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 ان ان انو از ما گرفتن، اینقدر که میگه ان فلان ان فلان، اصلا دهنمون پر نجاست شده بود به قبر پدرم خمینی بیناموز. آقای مهندس بریم تو عکس ها، بچه ها زنگ بزنید، حواستون ندید به من، حواستون بدید به تلویزیون، یعنی به کمک. آقای مهندس بریم تو عکس ها، شماره ده دست درد نکنه، زنگ بزنید بچه ها دستتون درد نکنه. یک زیر و روی باید بکنیم، یه شخمی باید بزنیم، نمیشه، یه شخمی باید بزنیم. اینجوری این مملکت اینجوری درست نمیشه، این مملکت اینجوری درست نمیشه داداش، باید این مملکت شخ بخوره. زو بریم تو عکسا قشنگ نگاه کنی، من اینو براتون میخونم، چقدرم زیاده. یک آخوند، یک بیناموس، یک بیناموس 42 ساله و زن 40 سالش به تازگی 14 بچهشان را در قم به دنیا آوردن. عکس گوشت و خره یادتون نره ها. این آخوند به نام مسلم وافی یزدی که 16 سالگی با زن 14 سالش ازدواج کرده، در طول 26 سال گذشته جز مفخوری و طول پس انداختن کار دیگری نداشته. حالا عکسش هم بهتون نشون میدم. 2 پیش برای این مفخور یه سمت مضحک من درآوردی درست کردن به اسم دبیر ستاد فرزند آوری حوزه های جهلیه کشور. حالا گوش کن، که بابت این سمت ماهانه 20 میلیون به عنوان حق مدیریت میگیره و علاوه بر اون به ازای هر فرزند هم ماهانه مبلغ 2 میلیون تومان از سوی دفتر علی شیره بیناموس بابت اینکه الگوی فرمان فرزند آوری رهخوری شده دریافت میکنن. رهخوری چیه؟ انخوری، رهخوری، حالا هرچی. همینطور از سمت 3 مرجع قم ماهانه 1 میلیون به ازای هر فرزند تحت عنوان پاداش افزایش جمعیت شیعه دریافت میکنن. یعنی جمعیت احمق داره به جمعیت احمقای کره زمین بیشعورا داره اضافه میشه. تازه حق احمقی هم دارن بهش میدن، حق توحش هم بهش میدن، وحشی هم دیگه بیناموسا. فعلا مجموعه دریافتی این آخوند مفخور به 80 میلیون تومان در ماه میرسه. بچه هاتون باید برن تو سطل آشغال، نیاییم بیرون از خونه هاتون ها، همونجا بگی من که تمرگیدم، همون تو به تمرگی تو خونه هاتون. در شرایطی که اکثر ملت ایران زیر خط فقر هستند و جوانان امکان ازدواج ندارن، طمع پول باعث شده که این زن و شوهر مفخور و بیکار دست بردار نباشن و همچنان به صنعت پردرآمد تولید فرزند ادامه بدن. یعنی اینا دارن حق باج سان فرانسیسکو میگیرن. آقای مهندس بریم تو بعدی. حقمونه. یه آخوند چلغوز هر 9 از زنه یه بچه پس میندازه، برای هر بچه 1 میلیون 2 میلیون میگیره. مردی که ما 80 90 میلیون تومان حقوقشه،
تازه این چیزی که لو رفته. خب این اون بیناموسه. 14 فرزند والدین دهه 60 قومی به دنیا آمد. قوم ایرانا. 14 فرزند خانواده طلبه نام آشنا یزدی امروز پنجشنبه در یکی از بیمارستان‌های قم با سلامت کامل به دنیا آمد. خاک بر سر اون خدا که این که اینطوری به تو قدرت داده بیناموس که فرزندم سالم به دنیا بیاد. ای بیناموسا، این خانواده این کثافته. اون دو تا زن نگاه کنی، من این عکسو دیدم یاد اون عکس هستش یارو مدکی کی علی بوده کی بوده اون که تو کوفه زدن خوار مادرش یکی کردن که نشسته یه شمشیر داره شیرم گوشم بغلش 4 5 تا تن لشت زنگ بر اونورش. قشنگ اینا رو فرض کنین 1400 سال پیش، این تخم ترکه اون بیناموسه. آقای مهندس بریم تو بعدی، دست درد نکنه، حقمونه حقمونه. من دیگه هرس نمیخورم. چرا؟ به خاطر اینکه ملتی که نمیفهمه حقش اینه. بله اون آخونده رو دیدی؟ آها اون آخونده یه روزی این اون نیستا، این مجموعه این آخونده روزی این 1357 سازمان تروریستی مجاهدی. دیدی پرچم مجاهد دست کیه؟ دیدی پس ننه مرگم با اینا یکیه؟ سازمان تروریستی مجاهدین با اینا یکی انداداش. کعبه و بتخانه بهانه، دعوا فقط سر لحاف ملاست. اونا اومدن مجاهدین رو بیرون کردن، اینا میگن که ما دوباره میخوایم برگردیم. بعد یه عده بیشور اومدن به ما میگن بریم با اینا چیز کنیم، بیعت کنید و بجوری بکنید با هم دیگه همکاری. آره تو بمیری جناب مهندس. بعدی رو، تا آخوند کفن نشود آن وطن وطن نشود. اینو بکنید تو مختون، به هیچ کدوم این بیناموسا رحم نکنید. 400 هزار تا به این بیناموسا رحم نکنید. لباسو در بیارن کار کنن. نگاه کنید، اون آخوندش بود، اون مذهبیش بود، اینم کمونیستش. مهاجمان سیاهکل مأمور آغاز جنگ پارتیزانی در ایران بودن. 50 اعضای شبکه کمونیستی سیاهکل دستگیر شد. حریق سینما اروپا و سرقت بانک سمت چپ کار کمونیستا بود. محمود پناهیان ژنرال قلابی فرقه دموکرات شبکه‌های تخریب را هدایت می‌کرد. بعد بیناموس گوزنا رو برات درست می‌کرد، بعد میگفتش که چیزه تو بگو تو اون کیف چیه؟ میگفت بیا همش پول دزدیه، ولی تو با این پول دزدی میتونی 6 ماه کرایه خونه رو بدی، میتونی اون کسی که تو رو هروئینی کرده بکشیدش پول خونش رو بدی. تو جوونا رو تشویق میکرد فرامرز غریبیان بیناموس که بری دزدی کنی. بعد یارو اومده میگه من رئیسم. آره تو ببینی قرش رفته سرش مونده. چرا مهندس بعدی رو لطف کنی قیصر بارو بی خیال طرف مالت خوش نی. خانم آقایون دیدید آخوند رو دیدید؟ بله. کمونیست رو دیدید؟ بله. این بیناموس هم خواننده اون جریان بوده، میگفت دیگه این قوزه که پا یاری رفتن نداره، ماهی از پاشوره بیرون افتاده، شاپرک ها پراشون زخمی شده، نکنه تو گله براهامو گذر گرگ بیابون افتاده. این بیناموس فریدون فروغی رو نگاه کنید. این ارزش، اینم درزش. اردیبهشت 2535 فریدون فروغی به اتفاق این تنلشا بازداشت شد. چرا بازداشت شد؟ به دلیل اینکه تو یه خونه ریختن گرفتنشون همه مواد مخدر، همه معتاد. اداره مبارزه با مواد مخدر شهروانی کشور اطلاع داد که مامورین این اداره با کسب اطلاع از وجود یک محل تریاکشی متعلق به زن 26 ساله به نام فلان به محل رفتن و چند جوان را که در حال استعمال مواد افیونی بودن به دام انداختن. یکی از دستگیر شدگان فریدون فروغی خواننده معروف است که حین استعمال هروئین به دام افتاد. دیگر دستگیر شدگان عبارتند از رویا فلان و فلان و مکلندون نمیدونم چی 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 و عبدالله فلان. یک جوان آمریکایی به نام ملونی دی کامل که در خیابان کریم خان زن نیز مبادرت به استعمال و توزیع مواد مخدر که توسط افسران اداره مبارزه مواد مخدر شهروانی دستگیر شده. دستگیری ملونی دی در پی اطلاعاتی صورت گرفت که ماموران ضمن تجسس به دام پی برده بودن. جوان آمریکایی با مقداری هروئین که در جیب و قوطی سیگارش پنهان کرده بود بازداشت شد. بعد شاه گفتن نوکر آمریکاست. دست درد نکنه جناب مهندس. دیدی 6 سال خدا اینطوری سنت میرسونه، میگن خدا یار عاشقان است. محاله به شما چرت و پرت بگم. فرهاد هروئینی بود، فریدون فروغی هروئینی بود، یاور همیشه معتاد که خودش دیگه داره میگه هروئینی بود. بعد اینا شده بودن خوانندگان، هنرمندان سیاسی. سرمو به کدوم طاق طویله‌ای بکوبم؟ 5 نسل رو
در دوران آریامهر سه نسل دوران آریامهر، چهار نسل هم الان چی دارم میگم، پنج نسل، شش هفت نسل و خار مادر شش هفت نسل و آوردن جلو چشاش، هنوز جوان عکس اینو میذاره تو پروفایلش میگه شقایق بجونی حالم گرفته است، بیشعوریم، نمیخوایم قبول کنیم که بیشعوریم. به فریدون فرخزاد میگفتیم چه لوسه، بیمزه است، بیشعوره، دست زنها رو میبوسه، همجنس بازه اصلا هست به تو چه، من اصلا نه، مگه به من ضرر زده، من همکارم دوست پسر داره، من اصلا نه، بسیارا بچه آقاییه، خیلی بهتر از اوناست که دوست دختر داره، من اصلا به من چه مربوطه، مگه من مسئول حال رخت خواب مردمم؟ من میخوام ببینم فریدون فرخزادها برای من چه کار کردن، دیدین چه کار کردن، فقط چرا سر اونو بریدن، چرا اونو تیکه تیکه کردن، چرا بقیه رو تیکه تیکه نگه، بقیه که خیلی هم ادعا میکنن، چون شعور نداریم، هنوز که هنوزه این نسل بیشعوره، همین الان که من دارم حرص و جوش میخورم اینا رو میگم، این فیلمو میذارم تو کانال، میاد نیست آقای احمدی سوالی داشتم، به نظر شما این یارو شماه که تو اون کانال اینجوری میگه اونجوریش میزنه اینجوری بگه؟ میگم با خوش موفق باشی، باشه خدا شفا بده ایشالله، منم همون که تو گفتی، ما حسین تشنلو خودمه به گل میقلتونم، تو چه تو؟ منم همون که تو گفتی، برو به قلتون به قلتون به قلتون تو هم برو به قلتون، دید اکسا رو؟ اون خواننده هامون، اون هنرپیشه هامون، اون نویسنده هامون، اونم بقیه عرازل و عباشون، اعلی حضرت خدایگان 37 سال با ما چطور تونسته ایرانو از قرن 15 قبل از میلاد برسونه به قرن 20؟ من حیرونم، من موندم، شاهنشاه چطور تونسته 37 سال از دست ما ملت خل و چل نشه، قصر در بره، من موندم، واقعا من موندم، آدم بوده دیگه، چطور سیماش قاطی نکرده، من موندم، که تا روزی که تو اون مملکت باشی حواست باشه کجا مدرسه میخوای، کجا دبیرستان باید زده بشه، کجا باید بیمارستان زده بشه، ما فرودگاه میخوایم، اینه میخوایم، اونو میخوایم، حواست به هیئت دولت باشه، یه پا توی اوپک باشه، حواست به با آمریکا باشه، به با ارتش، بابا این کی بوده این مرد، این چه، بعد میگم محمد رازن و موسی رفت بالا و عیسی اومد پایین و این بابا دنبال پیامبر میگردیم، پیامبر تو اومد، آقا اومد ظهور کرد و رفت این چه مغزی داشته؟ خلبان باشی، ورزشکار باشی، شاه باشی، فرمانده کل قوا باشی، نخست وزیر درست بکنی، تعیین بکنی، حواست مجلس باشه، حواست به خانوادت باشه، بالاخره زن داشته، بچه داشته، اختلاف بوده، مادر شوهر داشته، مادر زن داشته، بدون تعارف بهتون بگم، حواست به دربار خودت باشه، دزدی نشه، فلان نشه، بچت نکشن، پسرت بفرسی بره تایلند، این پسرت بفرسی بره مشهد، دخترت بفرسی بره مثلا آبادان، همسرت بفرسی بره مثلا تو بیابونای یزد، خودت باشی بری تو کاخ سفید، این چه استثنایی بوده تو تاریخ بشریت؟ بعد ما یه بیشور بیاییم بگیم تا تو کفن نشی وطن وطن نشه، چشممون گرشه، تا دندمون نه، ما لیاقت پهلوی رو نداریم، به شرافت بشری علی شیره هم به سر ما زیادیه، بین خودم با شما به کسی نگینا، همینطوری به تمرگی تو خونه، من که تمرگی دارم شما رو نمیدونم، آقای مهندس زو مومنت، روانت شاد، روانت شاد، روانت شاد، روانت شاد، استاد نصرت الله کریمی، روانت شاد، استاد ایرن، بانو ایرن، هیچ وقت به کرم رضایی نمیگم روانت شاد، این بیناموس توده‌ای بود، رفیق جونجونی اسداللهی بود، بیناموس بی پدر و مادر، نوکر آخوند شد، فقط روان این دوش دو عزیز شاد، و استاد حالتی و روح الله مفیدی که حالا اونم به هر حال کار نداره، استاد نصرت الله کریمی یه فیلمی ساخت به نام محلل که این شد تناب دارش، مثل آهنگ آمنه زنده یاد آقاسی، خب فرقه تبهکاران به خاطر این فیلم محلل هیچ وقت استاد نصرت الله کریمی رو نبخشید، نه فقط این فیلمش، فیلم تمام فیلم، به شما نوجوانان و جوانان پیشنهاد میکنن برید و حتما تو یوتیوب هست 100%، آره هست، برید و تمام فیلم های استاد نصرت الله کریمی رو ببینید، قیصر نبینید، اون به جز بی‌تربیتی هیچی بهتون یاد نمیده، برید درشکه چیشو ببینید با همین اسداللهی بیشرف، برید برید خانه خرابشو ببینید، انتقادش هم میکرد، محللشو ببینید، تخت خواب سه نفرهشو ببینید، برید ببینید این فیلم ها رو، برید ببینید حکیم باشیشو، برید ببینید، ببینید این مرد
قاسم سیا یه همچین چیزی تئاتری بود، همین آقای اردوان مفید هنر پیشش بود. او برید ببینید این مرد چه زحماتی برای فهم و شعور ما بیشعورا کشید. برید فیلمای استاد وحدت رو ببینید، برید تئاترها و فیلمای استاد ارهام صدر رو ببینید. نذاشتن اینا تو جامعه بشن مثل قیصر. چرا؟ به خاطری که اونا قرار بود به ما با توقی بیان سر کارمون بذارن، با قیصر با چاقو سر کارمون بذارن، بیان برامون داشاکلو برعکس نشون بدن که عاشق یه مرجان، عاشق مرجان شد که عشقش رو داد به توتی، بیان برامون غریبه درست کنن، بیان برامون چرت پرت درست کنن، برامون بلوچ درست کنن. بعد جوری خوردیم نوجوانان و جوانان از من گذشت. بخوانید تا بدانید، تا نخوانید نمیدانید، و تا ندانید هر بیناموسی برای شما میشه رهبر، هر بیناموسی برای شما میشه دبیرکل، هر بیناموسی برای شما میشه کمپوزیسیون. بخوانید تا بدانید، بخوانید تا نخوانید نمیفهمید. انسانی که نفهمه باید پالون بندازن رو دوشش. تو نمیتونی سر دوش آلمانی و انگلیسی پالون بندازی، نمیتونی، چون میفهمن، چون خوندن. به دولت ربطی نداره، دولت به اینا نمیگه برید بخونید، اتفاقا دولت میخواد اینا رو احمق نگه داره، خودشون میفهمن. ببینید چه فشاری آوردن دولت جازت، الکی اومدن حالا میگن که یه فکری باید به حال پناهنده ها بکنین، مسلمونا رو بکنین بیرون. صدای جامعه بلند شد. این جامعه آتش زیر خاکستره. یادتون میاد چند وقت پیشا بهتون گفتم من پچ پچو دارم میشنوم، همکارام کاسبا که منو میشناسن دارن به من میگن دست خش بس دیگه، خارجی زیاد شده. به من میگن چون منو میشناسم خیلی ساله، منو میشناسن اونایی که منو سالها میشناسن، به من میگن رضا مسلمون زیاد شده، ما میترسیم باید مسلح بشیم. به شرفم سوگند چندین و چند زن و مرد آلمانی به من اینو گفتن، چون به من اعتماد دارن. این جامعه میفهمه. ما اومدیم تو، به قول آقای سیاوش خیلی دمش گرم، خیلی قشنگ گفت، درود به شرف و شعور این مرد. تو همین آلمان خانم آقایون، دروغ میگم بچه‌ای که تو آلمانی، تمام کوچه پس کوچه هاشون هنوز سنگ فرشه، هنوز موزاییک چیز سنگه. خیابوناشون من اینجا یادمه انقدر اینا اتوبان نداشتن، انقدر آسفالت نداشتن، بهتون دروغ نمیگم، انقدر پل هوایی نداشتن. دولتی سر من الان تا تو مسترابشون هم رفتن اینا آسفالت کردن. و توی زمان شاه میگفتن خب تغذیه رایگان که به ما داره میده، چلو کباب دو تومن هم که داره به ما میده، خب پس باید آسفالتمون هم از طلا باشه دیگه. درست میگم رفیق گل سرخی؟ آره رفیق کرامت دانشیان. کی بودن؟ یه مش بچهای جنوب شهر صابون پس خوله مثل پرویز قلیچخانی، شعور نداشتن، نمیفهمیدن جریان چیه. از تای شهر، از تو میدون شوش، میدون اعدام، صابون پس خونه، میدون ژاله، اینور اونور، یهو اومده بود به همه چی رسیده بود، هول ورش داشته بود، مثل این تنه لشای لجنجلسی که تا میرن رو سن چهار نفر براشون دست میزنن میگه ها من بدجوری هنرمندم، همینجوری هم هنر دارم هم بدجوری نیم بندم. سری یابو براشون میداره، میان جلو دوربین تلویزیون، پنج نفر تلفن میزنن درود به شرفت استاد سرباز تیمسار، من دیگه با رضا آقا رضا کاری ندارم، شاهزاده من با تو قهر قهر قهر، من اصلا میخوام برم بشم رهبر، اصلا من سلسله دارم، ارتش دارم. یابو برامون میداره، شعور نداریم. شک نکن. ببینید ما بچه بودیم تو مدرسه دبستان، یه شعری بود خدا کنه یادم باشه به نام کتاب، میگفت من یار مهربانم دانا و خوش زبان، گوش کنید حواستون رو بدید به من بچه ها، من یار مهربانم دانا و خوش زبانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم، هر مشکلی که داری مشکل گشای آنم. بقیش یادم رفته ببخشید، یعنی کتاب صفحش هم آبی بود، نمیدونم کلاس چهارم دبستان باید باشه اگر اشتباه نکنم. کتاب بخونید بچه ها، بهترین دوست انسان کتابه، نترسید بخونید، مهم نیست چی میخونید، بخونید، جنبش چپو بخونید، از اسلام بخونید، بخونید، بخونید که بفهمیم نصرت الله کریمی میخواست چه پیامی به ما بده. من چیزی که امشب براتون پخش میکنم استثنایی است در تمام این دورانی که این تلویزیون ها به وجود اومده، که کسی بیا تو برنامه سیاسی فیلم سینمایی ایرانی رو به این شکل براتون پخش کنه. آقای مهندس دست پنجه گلت درد نکنه، برو بریم تو شماره 15، دست درد نکنه بچه ها زنگ بزنید، خیلی کمه، خیلی کمه، خیلی کمه.
نه خودشه، اینجوری حرف میزنه، خودم یادش دادم. منم حاج آقا علا، لازم نیست اینجوری حرف بزنی، در واقع به شیطون لعنت بفرستین. هر کی با زن نامحرم اینطوری حرف بزنه جاش طلاق هفتم جهنم. فایده نداره، من زن خودم رو میشناسم، این در وا نمیکنی عزیز دلم. تا یه ساعت دیگه محرم میشی، بریم محضر آقای مسکن. حالا اشتباه قابل برگشته. آقا حاضر، شاهدم حاضر، دو مرتبه رجوع کنیم. جان من خیلی باید ببخشیدم، پوزش میتنبم. به این آسونی هم که شما تصور میکنین نیست. این که مشتری قریبه نیست. لفتش میدی، سیغه عقد جاری کن، کلاش کار بکن بره دیگه. جای اون کی به تو گفتی غلطو بکنی؟ خودت فرمودی هر غلطی دلت میخواد از واسط همه غلطای این غلطو باید بکنی. تو دفتر که وارد نکردی. نخیر، حکم دادگاه که نداشتم، فقط طلاق شرعی جاری شده. میدونی این کار جرمه؟ میدونی اگه بفهمن در محضر منو میبندن؟ البته که میدونم. خاک بر سر خنگه. این بیچاره تقصیر نداره، ولش کن آقای مسعود. بنده پرسیدم یک طلاقه یا سه طلاقه، ایشان فرمودن 7-8-10-20 طلاقه. راست میگه، من بهش گفتم طلاق بده، تقصیر منه. البته بابا من بارکم شو، ایشون فرمودن طلاق بده. بله. تو باید سه طلاقه کنی. بله. بگه سه طلاقه کرده؟ بله. هیچ کس مقصری، کاری که شده سبویز شکسته، روغنیز میخته، حالا عوض همه اینا باید فکر چاره کرد. چه چاره ای؟ باید محلل بگیره. به من چه مربوطه؟ آقای مسکولی، زن من، زن منه دیگه. بله بله، قانونن زن شماست، چون رأی دادگاه خانواده برای طلاق شما صادر نشده، قانونن شما زن شوهر هستین. ولیکن زوجه شرعن به ایشان حرامه. من نمیفهمم، قانونن زن منه اما شرعن به من حرامه؟ آقا جان خواهش میکنم بلند حرف نزنید، این کار خلاف قانون جرم داره. تو محضر من نباید از این اتفاقات بیفته، میفهمی آقای رافعی؟ بله. اگه سر و صدایی بلند بشه جای سرکار تو زندونه. زندان. همین الان میرم دادگستری شکایت میکنم تا تو شیادو بندازن تو هلافتونی. شما رو به خدا داد نزنید، این کارو نکنید، در محضر منو میبندن. حیف که پای شما در میونه. بزارم خدمت جناب علی حاج آقا علا، هیچ مشکلی نیست که آسان نشود. جماعتی هستند که اصولا شغلشان اینه، پول میگیرن، ضعیفه رو عقد میکنن، خب بعدم طلاق میدن، بعدم میان وسط بازار دم در هر حجره ای میگن من محلل زن حاج آقا علا بودم. اگه این شاره گام بزنی زیر بار هم چیزی نمیرم. نه حاج آقا علا، این آدم ها راستار هستن. خودش که میدونه، تو که میدونی، همین برای هفت جد من بسه. من تو بازار آبرو دارم آقا. حاج آقا حق دارن، آدم یه وقت حاضر جونشو بده واسه اینکه یه جو آبروش حفظ بشه. ما باید یه کاری کنیم که آبروی این مرد حفظ بشه. درسته، اما آخه چی کار کنیم؟ قانون اینو میگه. این قانون درست نیست. من یه اون با حیثیت و آبرو زندگی کردم، صدای زن من نامحرم نشیده، حالا برم خودم یه نرقه رو بردارم جلم. این قانون درسته. آقا حاج آقا، این قانون خداست، قانون خدا این عدالته. استغفرالله بگو، استغفرالله بگو، استغفرالله. خدایا آخه این قانون یعنی چی؟ منو مجبور میکنی زنم بنزم تو بغل یکی دیگه؟ نه، این قانون شما رو مجبور میکنه که زنتون رو سه طلاقه نکنی. من نکردم آقا، این مردی که کرده. البته به دستور شما بنده به خاطر جنابادی قانون زیر پا گذاشتن، موجودیت خودم به خطر انداختن، حالا مقصر هستن. آقای اون شما ها بگین آقا تقصیر با کی بوده؟ با هر دو تو. خواهش میکنم استخون لزق بزنید. آقا تقصیر کی بوده؟ بالا من از این کارهای محضری سر در نمیارم. آقا جون خواهش میکنم شما بگو تقصیر با کی بوده؟ من از الان مقصر اصلی همون مقصر اولی. یعنی چه مقصره؟ من میدونم یعنی چی. تقصیر خود شماست که به دادگاه خانواده رجوع نکردین، و تقصیر شما هم هست که در کار عجله به خرج دادین و برخلاف قانون رفتار کردین. الله اکبر الله. حالا اگه ما مقصر اصلی رو هم پیدا کنیم هیچ دردی دوا نمیشه. ماست کنگر ماست، ماست ماست کنگر ماست، دوای دردش اینجاست، ماست ماست کنگر ماست. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی.
آخرش هم مخصوصا موزیک متن فیلمشو براتون پخش کردم. این موزیک متن آخوندا رو به آتش کشید. دیدین چه طرح قشنگی داده بود؟ طرح هم از خود زنده‌یاد نصرت‌الله کریمی بود. بالا بالا بسته، پایین باز. حرفی که کی میزد؟ شعرای دوران مشروطیت. ای زن فلون فلون شده، اون چیزی که داری تو شیون میکنی، اگه مرده تو اون بود، تو اون قبر بود، داشت راجع به امام حسین میگه این زنا شیون میکنن، حسین 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 حسین. خب بعد که شاعرش میگه اگه تو اون قبر مرده بود چیزی بود، نجاست تو به ریشم، اگر نبود نجاست من به اون ریشت. مردی که سیبیل کلوف چادر انداخی رو خود با قیافه زینب و کبرا به خود میگیری، بذار من اسامی رو بگم. خیلی شوتیم. من دارم بهتون میگم، من حرفامو بهتون میزنم. بهتون گفتم خیلی چیزا نمیشه، یه چیزایی رو گفت، حالا بهتون میگم، تو که وقت دیگه نیست. به قول آقای سیاوش، آقا داره درست میگه آقای سیاوش. خب چیزایی که من میگم من به شما بگم. رضا شاه بزرگ دادگستری رو از آخوند گرفت. دیدی چقدر قشنگ دادگستری رو پس گرفتن؟ تمام دادگاه‌های ایران آخوندان نشستن، احکام شهر. اونایی هم که حکم اعدام میدن لباس آخوند ندارن، اونا آخوندن. مثل اون قاضی صلوات، اینا آخوندن. اونطور لباس آخوندی ندارن که میگه اینا بخش اعدامن، اینا لباس آخوندی نداشته باشه. مومن. رضا شاه بزرگ کفن رو از سر زن ایرانی برداشت، کفن رو دوباره کردن تو سرتون. منتها زورشون دیگه نرسه شما رو کامل کنن تو کفن. با امید پنج تن به زودی این کارو باهاتون میکنن. خیال نکن دلتون خوشه. اینا خیلی کارا با ما دارن. سر گندزی لحاف حساب کنی. رضا شاه بزرگ و سواد آموزی، دیدی چه بلای سر مدارس آوردن؟ از هر 10 تا بچه ایرانی اول مهر 5 تاش مدرسه دیگه نمیره. سال دیگه میشه 6 تا. کاری میکنن تو ایران بالاترین مدرک تحصیلی بشه 6 ابتدایی. اینا برنامه ده. اینا دشمن ایران و ایرانه. بابا اینا تخم عربن، دشمن ایران و ایران. کالیفرنیا عضو تیم ملی شدن، $100 ماهیانه. دست گل درد نکنه بانو شاهین، به علاوه اینکه یه 100 تا هم اضافه دادن. دست درد نکنه، خیلی ازت سپاسگزارم. بانو مهتاب هم فرمودن برای شخصیت آریایی سرکار بانو مهناز عزیز $230. سپاس از شما بانو مهتاب عزیز که لطف کردید. همیشه اظهار لطف میکنم به بچه های ایران آریایی، انرژی به ما میدن. خیلی هر دفعه به اسم یکی از بچه ها لطف و محبت میکنن. دیدی؟ محلل رو دیدی؟ فهمیدید موضوع چیه؟ یعنی به مرد ایران، اسلام به مرد ایرانی میگه رسما تو باید بشی د ی واف سین. درست گفتم؟ د ی واف سین. چرا؟ چون برازنده کی بوده؟ موسی خیابانی. برازنده کی بوده؟ مهدی ابریشمچی. برازنده کی بوده؟ مسعود رجوی. برازنده کی بوده؟ روح الله الموسوی الخمینی. برازنده کی بوده؟ آخوند. که رسما عمامه‌شون رو باید دیگه بذارن بالاتر. برازنده کی؟ حزب الله و حماس که به دختر مردم، دختر یهودیان تجاوز میکنن به نام خدا و رسول خدا. همون کاری که عمر با ملت ایران کرد. دروغ میگم؟ آقای مهندس بریم تو شماره 16. دشمنی جهان رو ببینید با خدایگان و بعد 44 سال با فرزندش. قشنگ گوش کن، یعنی گوش نکنید، زیر نویس داره. falloir prendre un virage abrupt éventuellement démissionner. Pour arriver à quoi? Résoudre le problème. Est-ce que ça résoudrait le problème? Vous savez ce qui se passerait en Iran? Ben, réfléchissez un peu. À votre avis, si vous quittiez par exemple le pouvoir, vous pensez que ce serait le chaos immédiatement? C'est ce qu'on me dit en tout cas. C'est qu'il allait falloir prendre un virage abrupt, éventuellement démissionner. Pour arriver à quoi? Résoudre le problème. Est-ce que ça résoudrait le problème? Vous savez ce qui se passerait en Iran? Non. Ben, réfléchissez un peu. À votre avis, si vous quittiez par exemple le pouvoir, vous pensez que ce serait le chaos immédiatement? C'est ce qu'on me dit en tout cas. Why don't you get on a plane, charter a plane and fly off to Tehran and see what they will do? The time will come. But I think they need me alive, not dead. I can't do anything for people if I'm dead, right? And you believe that they would kill you if you tried? Right now they will. But the time will come, and I will be there as soon as the opportunity presents itself.
Why don't you get on a plane, charter a plane, and fly off to Tehran and see what they will do? The time will come. But I think they need me alive, not dead. I can't do anything for people if I'm dead, right? And you believe that they would kill you if you tried? Right now they will. But the time will come and I will be there as soon as the opportunity presents itself. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، دست گلتون درد نکنه. دیدی شاه به شاه مملکت، حالا بچه‌ای که صوتی گوش می‌کنین جریان چی بود، به شاه مملکت میگن یه روز امکان داره شما استعفا بدی، پادشاه مملکت میگه برای چی من باید استعفا بدم، میگن اگه مثلا به شما میگه استعفا بدی، میگه خواهی به من میگه خواهی استعفا، ولی برای چی باید استعفا بدم؟ اصلا مردی که تو به تو چه مربوطه؟ تو اومدی تو کاخ من، تو خونه من، داری به من میگه تو استعفا بده. مردی که انگار که من به عنوان خبرنگار ایرانی الان بیام پیش شولتز صدر اعظم آلمان بگم که آقای شولتز بله اگه ملت به شما بگن استعفا بده، میگه تو رسانه‌ای که مگه تو ملت آلمانی، تو اصلا راجب چی اومدی اینجا با من صحبت کنی؟ راجب کشورت، روابط کشور با کشور من و اقتصاد و به تو چه مربوطه من استعفا بدم یا نه؟ میزنه چکو بگه من یکی میکنه، راست میگه من سننه. کی جرأت میکنه الان تو رئیس جمهور آمریکا به این جور فروشو بگه مردی که چرا استعفا نمیدی؟ مردی که تو ده پوشک میبندی و تو میای توش کاخ به شاه مملکت من اینو میگی؟ خاک بر سر ما ملت بی غیره. بعد به پسرش دارن میگن که چرا سوار هواپیما نمیشی بری بی پدر و مادر؟ مگه قراره سوار هواپیما بشه تهران بره کرج؟ بی ناموس بیشتر. تو نمیدونی اگه من سوار هواپیما بشه نوک هواپیماش رو مرز بیاد چجوری با موشک میزنن هواپیماشو در داغون میکنن؟ شما نمیدونید. آقای مهندس بریم تو شماره 17. دیدید کله خرو که دادن خوردیم؟ آره ببین چه ملتی بودیم که امروز به اون کله خر بهمون میدادن. حقمون شعور نداریم، اگه شعور داشتیم از اونجا به اینجا نمیرسیدیم. بریم آقای مهندس تو شماره 17، دست درد نکنه. خیلی ها گفته شده میگن که این درخت سروه، ولی ما بر اساس نوع میوه این معتقدیم که این درخت کاجه. درخت کاج پیشینه داره. در آیین مهرپرستی که دین رسمی رومی ها بود، موقعی که مسیحیت در اوایل قرن چهارم میلادی حدود سالهای 303 دین رسمی روم اعلام شد، چون 300 خورده سال از ظهور مسیح میگذشت، بنابراین تمام قالب های مهرپرستی منتقل شدن به چی؟ به آیین جدید که مسیحیته. یکیش اینه که این درخت برای شب نوئل به عنوان سمبل آذین بسته میشه. این ریشه در فرهنگ ایران داره. بنابراین این درخت کاجه، نه درخت سرو. دولت از خفته با تحریمن، خوابت ها شفته با تحریمن، سینه هد صفته با تحریمن، حکومت اسلامی نابود باید کردن. دولت از خفته با تحریمن، جمهوری اسلامی نابود باید کردن. دولت از خفته با تحریمن، سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. راست میگه آقای سیاوش، زنه که 90 سالش بود تو لندن و یاری که گور به گور شد چوس مردهه، یه نفر جرأت کرد به اون زنه که میگه خانم فلونی، انقذی خانم، تو الان هم سن و سال خود خدایی که اینجوری لرزونک داری لرزونه، تو نمیخوای بکشی کنان یارو میمونه که دیگه سق سر کردی اینقدر ولی احمون که دیگه کپک زدیم بیناموز، تو نمیخوای بکشی کنان؟ کسی جرعتش بنینه به این بگه؟ دیدی ترامپ از پشتش اومد و یه ذره شیطنت کرد؟ دیدی چه بلای سر ترامپ آوردن؟ خیال کردی حزب دموکرات آورد؟ نه خیلی، حزب دموکرات بازوی مسلح این وره واقع مرده و زنده رئیس جمهور آمریکا رو آوردن جوری انگار قاتل بوده، میخوام بکشنش دادگاه. حال خود حالا نگوشتنش و شاه مملکت اومد وایستاد جلو اینا، وقت من نشستم تو ایران لپم پر آبگوشت و گلوم پر جوجه کباب و معدم پر ماهی و این ور لپم پر گوشکوبیده و جوجه کباب، بعد من که من خواه نکنه زهره و به من در اون گواله رو کسابت آشقا. و
بعد حزب مسروقه آشغال اومده نشسته داره به ما میگه که نه ما راه شاهزاده رو میریم، باید با اینا گفتگو کنیم، بذار پادشاه پاش بخوره اینا، اون وقت بهت نشون میدیم یه من ماسه ایرونی چند من کره سر تلنتی میده. همه تون خائنید، ملت ایران گول اینا رو نخورید. مسروق چیا خائنن، ایران نوین خائنن، دفتر تحکیم، دفتر وحشت چیه اینا خائنن، همه شون خائنن. یک نفر فقط در بین این جماعت سالم مونده، رضا پهلوی وارث تاج و تخت شاهنشاه قانونی ایران. به هیچ کس اعتماد نکنی، به هیچ کس، به هیچ کس اعتماد نکنی. میخواید بکنید برید بکنید، این مردو بزنید رو سرتون حلوا حلواش کنید، هر چه زودتر، امشبم دیره، هر چه زودتر این مردو بردارید ببرید ایران، دورش هم 100,000 تا دیوار برلین بکشین، حصار بکشین، یه دو سه سالی چیزی بهش نشه تا ایرانو بسازه. وگرنه بهتون بگم بلایی به سرتون بیاد، بلایی به سرتون بیارن، بلایی به سرتون بیارن که دیوارای خونتون رو بکنید بگید دیوار میخری؟ یادتون نره رضا احمدی بهتون چی گفتا؟ پنجره میخری؟ چون دیگه چیزی که نداریم بفروشی، ناموس که رفت، دختر که رفت، زن که رفت، ننه که رفت، بابا که رفت، کلیه رفت، قلب رفت، قرنیه چشم رفت، قوزک پا رفت، همه چی رفت. حالا دیوار میخری؟ فرش و مس و اینا هم که دیگه نداری تو خونه. پنجره میخری؟ سقف میخری؟ کاسه مسترها، توالت میخری؟ صاحب کن آخوند بلایی به سر اون بیاره که تلافی 57 سال از همون در بیاره. اسامی رو بگیم از حضورتون مرخص بشین. قبل از اینکه بگم یه پایان کارم یه چیزی مطلبی هست خدمتون عرض کنم. برادر سرکار بانو پرستو اصلانی پیمان عزیز برای من پیام فرستاد امروز و گفتش که خواهرم یعنی سرکار بانو پرستو اصلانی امشب تولدشه، یعنی در از فردا، ولی ما ایرونی‌ها میگیم شب تولد. از قول من و مادرم تبریک بگین. چش پیمان جان، انجام وظیفه میکنم. سرکار بانو پرستو اصلانی از طرف مادر گرامی، از طرف برادر گرامی، از طرف خودم، ایران آریایی، همه میهن پرستان، ضمن چش حتما، ضمن سپاس از زحمات شما، از این همه بزرگواری که نسبت به من داشتید، خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم. جناب سیاوش هم الان فرمانده از طرف بندم تبریک بگید و سایر میهن پرستان تولدتون مبارک. امیدوارم که 120 ساله باشید، سلامت باشید، شاد و سرزنده و سرحال، روان پدر عزیزتون شاد. خدا سایه مادر رو سر این خانواده نگه داره. درود به شرف این مادر، این پدر، این خانواده که یک چنین دختر گلی رو، یک چنین دختر مبارز میهن پرستی رو تقدیم جامعه ایرانی کردن. درود به شرف برادرتون که فرمودن، برادر بسیار بسیار مهربان و عزیز. و امیدوارم که جشن تولد سال آیندهتون رو در ایران، در لرستان، با لباس لری منم بیام پیش شما، پیش شما قایم بشم، لرایمون نگن اینجا چیکار میکنه، شما پارتی ما بشی. به هر حال امیدوارم در ایران تولدتون رو بگیریم همه و خنده رو لبانتون باشه، خیلی هم دستتون درد نکنه. دخت شریف ایران، دخت عزیز ایران، که بسیار بسیار درود به پدر و مادرت که یک چنین دختر خانوم خوب و خانوم و بسیار میهن پرستی رو تقدیم جامعه ایرانی کردن. خیلی هم از زحماتتون سپاسگزارین. جناب مهندس خواستن آهنگ تولد پخش کنم، من ازشون خواهش کردم یکی از کارهای شما رو با اجازتون پخش کنی آخر برنامه. به حال تولدتون مبارک. اسامی بچه ها رو بگیم، از حضورتون مرخص بشیم. خانوما، آقایون، عضو بشید، عضو بشید. سپاسگزارم، دمتون گرم، ای والله خیلی دمتون گرم، بازم حال دادی، ممنونتونم شخصا، خیلی ازتون سپاسگزارم. مطمئنن از طرف بچهای ایرانم به همیشه، بچهایی هم که پیام میذارید خواهش میکنم لطفاً وقت بفرمایید با یه عکسی چیزی بذارید، نه تصویر خودتون. آخسو در ذهن خواهش میکنم از بچه‌هاتون فیلم نگیرید برای من بفرستید. امورضا لطف و محبت میکنید، من پاک میکنم اینا رو، دیدید که میزنم که کاملا پاک بشه. نکنید از بچهاتون عکس نگیرید، فیلم نگیرید تو دنیای مجازی، من پخش نمیکنم. بله چشم. سرکار
سرکار بانو جیتی هم لطف و محبت کردن، برای تولد سرکار بانو پرستو اصلانی هم $20 لطف کردن. بانو جیتی خیلی از شما سپاسگزارم از طرف بانو پرستو اصلانی و لطف و محبت کردید. اسامی رو بگید. سرکار بانو جانت عزیز ما $50 اضافه دادن، سپاس از شما. توتی عزیز $20 سپاس از شما. خدا شامیهن عضو تیم ملی شد $30 ماهیانه، دست گلش درد نکنه. جاوید انگلیس $100 رو تبدیل کرد به $150. درود به شرف جاوید جان. اردوان از اسپانیا $50 کرد $70. دست اردوان عزیز ما هم از اسپانیا درد نکنه. خیلی از سپاسگزارم اردوان عزیز. کاوه $50 ماهیانه، دمت گرم، گفت تسلیم نمیشیم ای والا. مجید دوسلدورف عضو تیم ملی $50. کیمیا $100 عضو تیم ملی ماهیانه. هوشنگ عزیز ما کالیفرنیا $50 ماهیانه. عرض کنم جاوید از انگلستان که گفتم $100 $100 هم اضافه داد. جاوید جان دست درد نکنه. آقای سیامک یزدانی همرزم عزیز ما هم $200 سپاس از شما، بارزوی سلامتی برای پدر گرامی. پروین غفاری عزیز ما بانوی گرامی هم $20 به خاطر شهریار شفیق عزیز. دست درد نکنه پروین جان. مادر فرشاد و خانواده از اورنج کانتی $300. خیلی از سپاسگزارم مادر عزیز، لطف و محبت کردی. آقای ثابتی شاه من خدای من $100 اضافه داد، $50 ما عضو تیم ملی شد. مرسی، سپاسگزارم آقای ثابتی. زیردریای شاهنشاهی دلفین هم $50 اضافه داد، درود به شرفش. شهین عزیز ما هم از کالیفرنیا $100 اضافه داد، $100 هم ماهیانه عضو تیم ملی شد. سپاس از شهین عزیز. بانو مهتاب هم به خاطر شخصیت آریایی بانو مهناز عزیز $230 که به بانو مهناز عزیزم درود میفرستیم و خسته نباشید میگیم. شاد و پیروز باشیم. اینم کار زیبایی از بانو پرستو اصنانی. تا دوشنبه زنده و جاوید با سلسله پهلوی، مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد، پاینده باد ایران تا ابد جاوید شاه، پاینده ایران شاهنشاهی.